دستان شماست. Thirty-two years ago, extremists hijacked Iran. But they did not represent the Iranian people who were stripped of their freedom and basic human rights by a totalitarian regime that imprisons, tortures, and kills its people simply for wanting a better life. Today, our security is also being threatened by this same regime. But it wasn't always that way. Historically, Iran was called Persia and was the first civilization to put human rights into law. And before the Islamic Revolution, Iran was a growing, thriving center of culture and industry. Now, 80 million Iranians are trapped under a repressive and dangerous regime, and they want change. They want peace, democracy, and human rights, and they're ready to make it happen themselves. But they need your help. Support the new Iran and help build a better, safer world for all of us. Learn more, take a stand, choose a side. TheNewIran.com. کانال پنج یه برنامه سرگرم کننده به قول خارجی ها انترتینمنت. شما در کانال پنج میبینید اخبار، آگهی های خجالتی و گزارش وضع هوای دنیا و آخرت. کانال پنج را در برنامه نهاد مردمی ببینید. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی. امروز آدینه 27 اردیبهشت ماه 1392 برابر با 17 ماه می 2013. بسیار خوشحالم که بعد از دو هفته غیبت در خدمت شما عزیزان هستم، به خصوص عزیزان دربند ما در داخل کشور که ظاهرا برنامه‌های ما که شروع میشه به من میگن پارازیت‌های شدیدی روی این برنامه میفته و همونطوری که شما میدونید هر موقع که حرف درست و به جا زده بشه و تیری به دقت به پیشونی این جمهوری اسلامی در بشه، اینا پارازیت ها رو شروع میکنن، برنامه هاشون هم میشناسن که چه برنامه هایی رو باید پارازیت بفرستن. این تیزری که چند ثانیه پیش ملاحظه فرمودید در برنامه امروز با وجودی که بخشای بسیار جدی داریم که راجبش صحبت خواهیم کرد و الان در رابطه با میهمانان این برنامه با شما صحبت خواهم کرد، اگه یادتون باشه یکی از پشتیبانان نهاد مردمی آقای مهیار فراورده چندی پیش یک برنامه انیمیشنی درست کرده بودن به نام شهر شرنگ که بسیار مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته بود. این شهر شرنگ که یکی دو بار پخش کردیم، شاید هم بیشتر سه بار، و ایشون که در اروپا تشریف دارن چندی پیش سری کلیپ های درست کرده بودن که قرار بود چند هفته پیش پخش کنیم، ولی به دلایل زلزله‌ای که در ایران اومده بود و مسائل جدیتری که داشتیم فرصت نشد پخش بکنیم. بنابراین امروز من فکر کردم که در برنامه‌ای که در رابطه با این انتصابات آینده جمهوری اسلامی صحبت میکنیم بعد نیستش که این چند کلیپ هایی رو که آقای فراورده درست کردند و در طول برنامه پخش کنیم. بنابراین تا آخر برنامه ببینین چند تا از این کلیپ ها واقعا بسیار بسیار عالی درست شدن و کمدی و خیلی هم جالب هستن.
در برنامه امروز در بخش دوم برنامه ما گفتگویی خواهیم داشت، مصاحبه‌ای با آقای رضا کحلیلی که قبلا هم میهمان این برنامه بودن. ایشون اون فردی هستن که در سپاه پاسداران کار میکردن، بعد از طرف سازمان جاسوسی CIA آمریکا استخدام شدن به عنوان مأمور دو جانبه، مدتی کار میکردن، الان هم سالها هستش که در آمریکا هستند و ظاهراً تماس هایی به طور مستقیم و یا از طریق افراد دیگری در اروپا با داخل رژیم دارن و اخباری که ایشون میفرستن حداقل در دو سه مورد در ماهای گذشته، هفته ها قبل از اینکه رسانه های بین المللی راجبش صحبت بکنن، در رابطه با مسائل اتمی و یا تماس های پشت پرده دولت آمریکا، نمایندگان دولت آمریکا با نمایندگان جمهوری اسلامی، ایشون اخبار رو منتشر کردن و جمهوری اسلامی هم دل خوشی نداره از ایشون. و در بخش سوم این برنامه گفتگوی دیگری خواهیم داشت با یکی از پشتیبانان شخصیت حقیقی نهاد مردمی که ایشون یک سری اطلاعات دست اولی در رابطه با انتصابات 4 سال پیش در ایران دارن که احتمالاً در رابطه با اون مسائل صحبت خواهند کرد و همچنین نظرات خودشون در رابطه با این انتصاباتی که در راه است. همونجوری که خبر دارید هموطنان عزیز، جمعه و شنبه گذشته، هفته گذشته، یک کنفرانس بین المللی در کانادا در شهر تورنتو انجام شد به نام کنفرانس Global Dialogue on the Future of Iran که در رابطه با یک گفتگوی جهانی، موضوعش بود گفتگوی جهانی در رابطه با آینده ایران. در این کنفرانس دو روزه حدود 50 نفر دعوت شده بودند. شرکت در اون جلسه فقط از طرف دعوت بود و من نیز یکی از افرادی بودم که دعوت شده بودم و در اون کنفرانس شرکت کردم. این کنفرانس در دانشکده مانک امور خارجه، روابط امور خارجه دانشگاه تورنتو در دانشکده مانک برگزار شده بود و سپانسر اصلیش وزارت امور خارجه کانادا بود. الان توضیحات خدمتتون میدم در رابطه با نوع دعوت و جریاناتی که اونجا بود. البته حتما میدونید تا الان که اون کنفرانس به طور مستقیم از طریق ویدیو پخش میشد، به طور مستقیم از داخل کشور و خارج از کشور، با وجودی که اینترنت های داخل کشور یا قطع شده بودند یا هنوز شدند و یا بسیار ضعیف بودند و هنوز هستند، مردم ارتباط داشتند از طریق سایت های توییتر، فیسبوک و خود وبسایت و یوتیوب. هموطنان می توانستند که نظرات خودشون رو بفرستن و حتی سوال هایی هم از پنلیست ها اونجا بکنن. به نظر من این کنفرانس دو روزه هفته گذشته احتمالاً در آینده در تاریخ ایران یک جلسه و یک کنفرانس تاریخی خواهد بود، برای اینکه بعد از این 30 چند سالی که ما در خارج از کشور هستیم بسیاریمون و عزیزان در بند در داخل کشور، این به نظر من میاد که اولین بار هست که یک کشور دموکراتیک غربی و معتبر مانند که کانادا باشه به طور صریح اومد و صحبت از تغییر رژیم جمهوری اسلامی کرد. کسانی که سخنرانی وزیر امور خارجه کانادا رو هفته گذشته در اون کنفرانس شنیده باشن و میدونم که در بسیاری رسانه ها متنش هم و ترجمهش هم اومده، به دقت دیدن که وزیر امور خارجه کانادا که هم سفارتشو در ایران پارسال بست و همونجوری که ما خبردار شدیم چند هفته پیش سفارت جمهوری اسلامی و بعضی از مکانهای دیگری که در کانادا دارن رو گرفته و فریز کرده اینا رو از جمهوری اسلامی، اومد و به طور صریح در رابطه با در وهله اول پشیمانی دولت کانادا
رو اعلام کرد که چرا 4 سال پیش کانادا و کشورهای دموکراتی دیگر آمادگی نداشتند و یا به اندازه کافی کار نکردند وقتی که میلیون ها نفر در خیابان های ایران رفتند و داشتن به بر ضد رژیم شعار میدادند با بهانه اون دزدی هایی که در رای گیری ها و تقلب هایی که در رای گیری ها شده بود که همه دنیا میدونن، ولی خب باعث شد که عدم آمادگی این کشورها که پشتیبانی بکنن از مردم ایران که 4 سال دیگه این رژیم روی پا بمونه و بسیاری از تظاهر کنندگان رو بزنن، بکشن، زندان بکنن و غیره. ولی ایشون که صحبت میکردن مخاطبشون مردم ایران بودن، قول دادن که با مردم ایران خواهند بود، پشتیبانی خواهند کرد و این کنفرانس جهانی و یا کارهای دیگری هم که لازم باشه رو انجام خواهند داد تا روز آزادی ایران. من ایمان فروتن الان حدود 13 سال هست از سال 2000 که به یک نوعی در رابطه با مسائل ایران و در راه آزادی ایران دارم کار میکنم داوطلبانه. از اون زمانی که پروژه ایران فردا رو شروع کردم، قبل از اون برنامه رنگی دیگر، پروژه ایران فردا، جنبش ایران فردا، مجلس شورای همبستگی برای مردم سالاری و بسیاری نشست‌های دیگری که در اون شرکت داشتیم، البته SOS ایران و در 2.5 سال گذشته نهاد مردمی. این جلسه هفته پیش احتمالاً یکی از بهترین، اگر نه بهترین جلسه بود که از لحاظ زمانی و محتوا و شرکت کنندگان به نظر من اهمیت داشت. تا قبل از این و هنوزم از لحاظ تدارکات و برگزاری بهترین کنفرانسی که من در شرکت کردم کنفرانسی بود که چند سال پیش 2005 سازمان SOS ایران جنبش ایران فردا با همکاری اتحاد برای دموکراسی، همرزمان ما جناب بادمانگلی، سرهنگ سرشار و گروه دیگری که در واشنگتن بودن، ما کنفرانسی رو چند سال پیش در واشنگتن گذاشته بودیم که تا الان همچی کنفرانسی من ندیدم از لحاظ نظم و کارهای در سطح بین‌المللی، ترجمه در آن واحد که صحبت میکنن، تدارکات برای شرکت کنندگان از سراسر دنیا. ولی این کنفرانس 2 روز پیش از لحاظ زمان تاریخیش که الان 1 ماه قبل از انتخابات یا انتصابات جمهوری اسلامی هست و در زمانی هست که هر لحظه احتمال می رود که یا در ایران شلوغ بشود، شورش بشود، احتمال حمله نظامی هست و غیره، این کنفرانس و با سخنانی که این کنفرانس اینی که الان منصور داره نشون میده این مال همون 7 سال پیشه. این کنفرانسی است که ما در واشنگتن داشتیم، داره منصور چون اشاره کردم دم دستش بود نشون میده. ولی برگردیم به کنفرانس کانادا که ویدیو رو هم به اون پخش متصل کنیم. ببینید که این شفافیتی که ما مدت ها در رابطه باهاش همه جا صحبت کردیم، در نهاد مردمی که نه تنها صحبت کردیم عمل میکنیم، جلسات هیئت امنا، بخش های بازش، صداهاش هست، انتخابات، رای گیری ها، سیستم و یک سیستم از پایین به بالا. این کنفرانس 2 روز پیش با وجودی که اگه من بخوام سرانگشتی حدس بزنم، چون با همه اونجا صحبت نکردم یا آشنا نشدم، من فکر کنم راحت حدود 2/3 3/4 بین 60-70% دعوت شدندگان از گروهی بودن که به اصلاح طلبان به عنوان اصلاح طلب شناخته میشن، از آقای واحدی نماینده کروبی اونجا بود تا خانم حقیقت جو تا آقای آرش که میگفتن که اینترنت ملی خوبه، آقای جهان بیگلو که میگفتن حالا اینقدر به حکومت چرا همش میچسبید و باید اخلاق رو توسعه بدیم و غیره، و افراد دیگری که اونجا بودن. ولی از جمله از طیف اپوزیسیون و مخالفینی که میگویند جمهوری اسلامی باید برود و به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست، البته در وهله اول بدون خشونت،
خانم شیوا محبوبی تشریف داشتن، خانم نازنین افشینجم تشریف داشتن، پدر ایشون آقای افشینجم اونجا بودن، خود من بودم و بسیار دیگر، خانم بنفشه اسداللهی، دوستان جدیدی که اونجا پیدا کردیم، آقای مهدادی بودن که الان فامیلشون یادم نیست، آقای دکتر زندی از سکولار گرین ها. بنابراین اون عزیزانی که این برنامه رو مشاهده کردن و اگر نکردید، من از شما دعوت میکنم که بروید و سایت گفتگوی جهانی رو نگاه بکنید، هم پیام هایی که از داخل کشور در سایت گوگل فیسبوکشون اومده و توییتر اومده و من این آدرس اینترنتی این سایت رو هم الان روی صفحه تلویزیون برای شما میذارم که منصور جان بتونن نشون بدن و شما بتونید که در اولین فرصت برید ببینید که خودتون بشنوید که چه اتفاقاتی افتاد و چه صحبتایی شد. هموطنان عزیز، وقتی که شفافیت باشه و وقتی که میبینید که این اصلاح طلبان و کسانی که مخالف 100% رژیم هستند و باور بر این دارن که این رژیم اصلاح طلب نیست، میبینید که حداقل به نظر من اصلا صحبت ها قابل مقایسه نیست. اصلا حرف ها مثل شب و روز با هم تضاد دارن و حداقل به نظر من و مسلما بسیاری از کسانی که موافق این فکر هستن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، میبینن که کسانی که میگوین که بله حالا باید رژیم رو از داخل میشود اصلاحش کرد و انتخابات ریاست جمهوری رو مردم تصمیم میگیرن، یا یه شخص دیگه بود میگه اینترنت ملی خیلی خوبه، به هر صورت سرعت ها سریع‌تر میشه و مردم تو خود کشور میتونن با هم حرف بزنن از طریق اینترنت و اصلا اینترنت سیاسی نباید باشه، یا اصلا چرا فقط به قسمت سیاسی زاویه سیاسی اینترنت نگاه میکنیم، و یا بریم اول اخلاق مردم رو درست کنیم، فرهنگشون رو درست کنیم، چرا مردم عصبانی هن، چرا مردم بد اخلاقن. یعنی وقتی که این صحبت ها رو شما در کنار صحبت هایی میذارید که 34 سال مدیریت بد، عدم شایستگی، دزدی، دروغ، تقیه، آدمکشی، تقلب، جنایت که نتایج و آثارش رو در هر روز در سراسر جهان ما میبینیم و به خصوص مردم ایران، اصلا قابل مقایسه نیست و به نظر من این بسیار بسیار مفید بود. نحوهی که من دعوت شده بودم این بود که حدود 2-3 هفته، حدود 1 ماه، 6-7 هفته تا 1 ماه قبل از برگزاری این کنفرانس، نه از طرف سازمانی، نه از طرف نهاد مردمی، بلکه از طرف یکی از کمپانیام ایمیلی سکرتر من دریافت کرده بود از کنسولگری کانادا در لس آنجلس که 2 نفر از نمایندگان وزارت امور خارجه کانادا در لس آنجلس هستند، مایلن که با شما صحبت بکنن، با من در رابطه با کارهای تکنولوژی، در رابطه با کارهای تکنولوژی که کمپانی ورچوال انجیو انجام میده و برصد به عنوان تکنولوژیست منو میشناسن و مسلما به خاطر کارهای سیاسی و حقوق بشری هم درش بوده. بعد از تحقیقاتی که من کردم در رابطه با اون 2 نفر که ببینم، چون از این ایمیل ها بعضی وقتا خیلی میاد، دیدم نه، ظاهرا درسته، قرار بود که جلسه حضوری داشته باشیم، به دلایل کمی وقت و این دوستان باید سفر میکردن و تو ترافیک های لس آنجلس گیر کرده بودن و نمیتونستن بیان اورنج کانتی اونجایی که دفتر من هست. چند روز بعدش از طریق سکایپ با هم یک گفتگوی 1 ساعته داشتیم در رابطه با برسات، جوری که نهاد مردمی، سازمان های دیگر، SOS ایران در این سالهای گذشته ما با ایران تماس برقرار میکنیم، تکنولوژی که داریم، کارهایی که انجام دادیم، و در اونجا هیچ صحبتی از دعوت از من نشد، فقط صحبت این بود که جلسه خواهد بود، کنفرانسی قرار باشه در اوایل ماه می که در اونجا تعدادی دعوت خواهند شد. سوالی که من اونجا کردم این بود که آیا این مدعوین از چه طیفایی هستن، گفتن، و چه کسانی هستن، گفتن لیست هنوز تموم نشده ولیکن از همه طیفا خواهند بود از جمله اصلاح طلبان. همونجور که میدونید ما در خارج از کشور هر زمانی که تا حداقل این جلسه اصلاح طلبا و غیر اصلاح طلبا اینا میخواستن با هم بنشینن،
یا نشسته بودند، متاسفانه به خاطر حالا یا درست یا غلط، هموطنان عزیز اول به جایی که بگویند و بشنوند که چه گذشت و چه حرفایی بود، میگن که پول اونجا رو کی داد، کی دعوت کرد، کی اومد، چرا این رفت پلو اون نشست، چرا اون پلو نشست، این حرفا. این بحثایی که از سوالهای بود که برای خود منم همیشه بود و من برای همین با یکی از دوستانی که برعکس در کانادا سالها داشتم که خانم افشین جم بودن، اتفاقا ایشون ایمیل زده بودن برای اینکه مثل اینکه اون دوستان کانادایی گفته بودن به ایشون هم که فروتن هنوز دو دل برای مثلا شرکت اگر داشت دعوت بکنیم، که ایشون گفتن اگر باشی خوب هست و من چون ایشون رو میشناسم، پدرشون رو میشناسم و اعتقاد این عزیزان رو به برکناری جمهوری اسلامی، به اینکه این ولایت فقیه درست بشون نیست، برصورت با مشورت با بعضی از دوستانمون که در نهاد مردمی هستن تصمیم گرفتم که برم. گفتم به هر صورت هر کسی هم که اونجا باشه نباشه، لازم هست یک صدایی مثل صدای من باشه که در پشتیبانی از مردم ایران و مخالفت 100% با جمهوری اسلامی و اینکه این رژیم اصلاح شدنی نیست رو اونجا داشته باشیم. به هر صورت کنفرانس بسیار خوبی بود. این چند تا از این کلیپ ها هست، میبینید که خانم مهرنگیز کار اونجا نشستن، این خانم که الان صحبت میکنن خانم شیوا محبوبی هستن که در برنامه های ما بودن و در برنامه های آینده هم ازشون دعوت خواهیم کرد. و خوبی اینجا این بود که من با افراد جدیدی آشنا شدم که همفکر هستیم و همچنین با افراد جدید دیگری که همفکر نیستیم ولی به هر صورت خیلی سیویلایز و متمدنانه نشستیم، حرفای هم رو صحبت کردیم ولی خب شوخی هم نداشتیم. اجازه بدید که الان ما بریم و من یکی از این کلیپ هایی رو که آقای مهیار فراورده درست کردن رو با هم ببینیم، گفتگومون با آقای رضا کهلیلی شروع بکنیم و من در رابطه با این کنفرانس کانادا در طول برنامه صحبت خواهم کرد و در بخش آخر اگر وقت باشه تلفن ها رو باز خواهیم کرد و نظر شما عزیزان رو در این رابطه خواهیم پرسید. منصور جان لطفاً کلیپ بعدی رو نشون بدین تا من تماس رو برقرار کنم با میهمان بعدی. مرسی. توجه بانک ها، سازمان های دولتی و مؤسسه های مالی. دزدگیر ضد اختلاس، پدیده ای تازه در فناوری دزدگیری. دزدگیر ضد اختلاس، تازه ترین محصول کارخانه دزدگیری مردم و شرکا با استفاده از آخرین روش های دزدیابی، دارایی ها را در مقابل دزدی های کلان هزاران میلیاردی دولتی بیمه می کند. دزدگیر ضد اختلاس تنها با فشار یک دکمه فعال می شود. دزدگیر ضد اختلاس مجهز به ذهن کامپیوتری هوشمند است که دست دزدان کشوری و لشکری را از دارایی های ملی کوتاه می کند. دزدگیر ضد اختلاس. خب دوستان عزیز، روی خط سکایپ امیدوارم که میهمان ما صدای من رو داشته باشن، آقای رضا کهلیلی هستن. جناب کهلیلی صدای من رو دارید؟ بله، خیلی ممنون. درود بر شما. درود بر شما، خیلی متشکرم. تا منصور عزیز عکس ایشون رو هم بله پیدا کردم و بذارن، همجوری که خدمتتون عرض کردم بینندگان عزیز، ما در این برنامه قبلا با آقای رضا کهلیلی صحبت کردیم، همجوری گفتم ایشون در سپاه پاسداران چندین سال پیش کار میکردن، بعد که اومدن آمریکا توسط با سازمان سیا در تماس بودن به خاطر برصد اون کارهای بسیار بد و جنایاتی که در جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میشد، ایشون تصمیم گرفتن که کمک بکنن و همکاری بکنن با سازمان سیا. یک مدتی به عنوان مأمور دو جانبه بودن، بعد با آمریکا اومدن و الان سالها هست که رسما
برای اون سازمان کار نمی کنند، ولی با تماس هایی که هنوز از داخل کشور دارن، خودشون به طور مستقیم و یا کسان دیگری در اروپا، از جمله آقای زاکری، مقالاتی است که هر چند روز یک بار میفرستن، اخباری رو ایشون از داخل کشور میگیرن که گفتم حداقل در چند مورد خود من شاهد بودم که بعضی از این اخبار توسط رسانه های معتبر دیگر تایید شده است، بعضی وقتا 5 روز بعدش، 10 روز بعدش، 2 هفته بعدش. و به هر صورت تازگی هم چند هفته پیشم این جمهوری اسلامی در یکی از رسانه هاش حمله هایی کرده بودن به روزنامه که آقای کلی در اون خبرها رو منتشر میکنن. دلیل دعوت من از ایشون این بود که در آخرین ایمیلی که من در لیست ایشون هستم و دریافت کردم، ایشون اشاره میکنن به یک نامنگاری و یک جلسات پشت پرده‌ای که ظاهراً آقای یعنی دولت آمریکا پشتیبانی پشت پرده خودش رو اعلام کرده از آقای رفسنجانی، که البته حالا در طول صحبتی که با ایشون داریم سوالاتی میکنیم، ولی زبدین اینجا اول خواهش کنم از خود آقای کحلیلی که در این رابطه توضیحات لازم رو بدن. درود بر شما و بفرمایید جناب کحلیلی عزیز. درود بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون. من یه اصلاح بکنم خیلی سریع راجع به سابقه. من توی 1970 سالای 70 آمریکا تحصیل میکردم. وقتی برگشتم همون اول انقلاب به توصیه دوستم، دوست بچگیم، رفتم تو سپاه با که با ادویکیشن هم کمکشون بکنم، که همون آن وقتی دیدم کشور داره واقعا به چه سویی میره و آقای خمینی چه کارهایی برای کشور داره به چه جایی میبرش، یعنی که اومدم آمریکا، خودم تماس گرفتم با مقام های آمریکایی با امید اینی که کمک بکنن و این حکومت سرنگون بشه و آزادی برای مملکتمون بیاد. خیلی متشکرم از توضیحات. با حملات جمهوری اسلامی راجع به مقاله و نوشته های من و همکارانم، خیلی مدته که اونا به ما حمله میکنن و ایرنا و روزنامه های مختلفش، خودتون میدونین که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا چندین بار به ما حمله کرده و اینا با هر خبری که ما پخش میکنیم و واقعیت ها رو میدیم بیرون واکنش نشون میدن، که این خودش نشون میده که واقعا چقدر ترسیدن و چقدر مراقبن راجع به این اطلاعات. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی فریدون عباسی اومده صحبت کرده وقتی ما قدس رو ریویل کردیم، و خیلی کسای دیگه، خود آقای خامنه ای اومده گفته که آقای ولایتی و هیچ کس دیگه با مقامات آمریکایی تماس نداشته، وقتی که ما ریپورت رو گذاشتیم که اینا در خفا با هم ملاقات کردن، آقای ولایتی هم همینطور. بنابراین فعالیتی که میکنیم فعالیت خیلی مثبتیه. و راجع به این مطلب آخر که فرمودین، راجع به گزارشی که دادیم با ایران تماس دارن، ببینید این تماس ها، من همونجور که تو کتابم هم نوشتم زمانی برای خیانت یا A Time to Betray، اینو کاملا توضیح دادم که توی سالهای 80 میلادی وقتی من اونجا برای آژانس کار میکردم چه ارتباطاتی برقرار بود، در زمانی که واقعا خیلی فعالیت میکردیم که این رژیم سرنگون بشه. و اون موقع کابینه ریگان تماس مستقیمی با آقای رفسنجانی و آقای موسوی برقرار کرد و یک خط مستقیم بین اینا وجود داشت. این خط مستقیم با آقای رفسنجانی جوری بود که برای اینکه رابطه دو کشور بهتر بشه، آقای رفسنجانی اون موقع قول داده بود که وقتی آقای خمینی بمیره اون موقع روابط میتونه حسنه بشه، ولی تا زمانی که آقای خمینی زنده است این مسئله نمیتونه پیش بیاد. و من همونطوری هم که توضیح دادم دوباره در کتاب، ملاقات های مخفی که شد، حتی پسر آقای رفسنجانی رو اون موقع آلیور نورد به سیایه می نویسه، سیایه به استیت دیپارتمنت، که ایشون رو ویزا بگیرن بیارن آمریکا. میارن آمریکا، تو کاخ سفید یه تور داخلی میدن و با امید اینی که با رفسنجانی میتونن این روابط حسنه بشه و خط مسیر رابطه های بین جمهوری اسلامی و آمریکا عوض بشه.
بعد از اون دوباره همونطور که قبلا گزارش دادم، باز دوباره توی کتاب و مقاله هام، سال 90 من وقتی صحبت میکردم با آژانس، هنوز اون موقع باهاشون همکاری میکردم، در اروپا بودم، بهشون گفتم واقعا در اون مقطع زمانی بهترین پیشنهاد و بهترین فعالیت اینه که از ولیعهد پشتیبانی بشه، برای اینکه مردم ایران آمادگی دارن، از این رژیم خستن و این یه امیدی میده، یک حرکتی آغاز میشه. و اون موقع به من گفتن که شما اینو در نظر بگی که رفسنجانی پادشاه بعدی ایران خواهد بود، که این صحبت ها و آنالیزایی که پیش اومد باعث شد که من دیگه باشون همکاری نکنم. و بنابراین در اون موقع پرزیدنت بوش اولم بر اساس صحبت‌هایی که زمان رایگان شده بود با آقای رفسنجانی در تماس بود، و آقای رفسنجانی حالا رئیس جمهور شده بود، آقای خمینی مرده بود، و اینی که فکر کردن که دیگه همه چی درست میشه. و خب طبق معمول باز اونا از پشت به اینا خنجر زدن و به اینجا میرسن. درس نمیگیرن مقامای آمریکایی. توی اکتبر ما گزارش دادیم که اکتبر گذشته که مقام های از کابینه آقای اوباما، سه نفر با آقای ولایتی، آقای وحید دستجردی و حجازی توی قطر ملاقات کردن، محرمانه تو دوحه قطر روز اول اکتبر. این ملاقات ها 10-20 بار قبلا هم انجام شده بود در کشورهای مختلف. و خدمتتون عرض بکنم که این ملاقات ها در ارتباط با این بود که یک کسی که از آمریکایی‌ها با آقای ولایتی سال‌های سال همدیگر رو می‌شناسن و اطمینان دارن، با ایشون رابطه دارن، روی این مبحث کار کردن که روابط یکم بهتر بشه، یکم همکاری بشه در ارتباط با اتمی و فعالیت‌های منطقه‌ای. و اونا هم به اینا آقای ولایتی قول داده بود که این کار خواهد شد، و رئیس جمهوری آقای ولایتی هم از اون موقع برنامه ریزی شده بود و با مقامات آرژانتینی صحبت کردن که این هیئت رو تشکیل بدن که ایشون رو تبرئه بکنن از اون قتل عام جویش کامیونیتی سنتر آرژانتینا، که ایشون بتونه رئیس جمهور بشه بدون خدشه جنایی. حالا آقای رفسنجانی وقتی که وارد حوزه انتخابات شد، ایشون قبل از اینکه این تصمیم رو اعلام بکنه، خبر اینه که گزارش اینه که از طریق آقای کری نامه ای رفت عربستان، و یعنی سفیر آمریکا در عربستان داد به وزیر امور خارجه عربستان، و ایشون از طریق سفارت در تهران اینو محرمانه به آقای رفسنجانی رسوندن، که هم کتبی هم گزارشی بود، که کاخ سفید از کاندیداتوری ایشون حمایت خواهد کرد. و این نامرم ببخشید آقای کلی، و این نامرم اینجوری که شما در این گزارش نوشتید، تاریخش رو سوم ماه می اعلام کردید، امروز 17 همه، یعنی 14 روز پیش اینجا اومده در این گزارش که این نامه از طرف آقای کری رفته به سفارت آمریکا در ریاض در عربستان سعودی، داده شده به وزیر امور خارجه سعود الفیصل، که ایشون هماهنگی کردن که از طرف سفارت عربستان در تهران برسه به دست رفسنجانی. درسته؟ دقیقا. بفهمید. نامه حمایت پادشاهی عربستان و کاخ سفید از آقای رفسنجانی این بوده که ما از شما حمایت میکنیم اگر حرکتی رو آغاز بکنیم برای ریاست جمهوری در ایران. منتها خبر میگه که این گزارش رو آقای رفسنجانی با آقای خامنه‌ای در میون میذاره، نه اینکه پنهان کرده باشه، در میون میذاره که همچین چیزی هست، و آقای خامنه‌ای موافقت میکنه که ایشون حرکتی رو شروع بکنه. حالا آقای خامنه‌ای روی ولایتی، خب نفر اولش ولایتیه، برای اینکه خیلی بهش نزدیکه و تمام مشاورت‌های بین‌المللی رو باهاش میکنه، ولی از اون ورم از لحاظ سیاسی تصمیمی ممکنه گرفته شده که آقای رفسنجانی این کارو بکنه، هم کمک میکنه با اینه که مردم زیادتری بیان رأی بدن، چون یه عده ممکنه فکر کنن رفسنجانی اون کاندیداییه که علیه رژیمه، و اینا همش این سیاه بازیه که جمهوری اسلامی پشت سر هم انجام داده. جمهوری اسلامی مترصده و مصممه که نشون بده
جمعیت زیادی میاد و انتخابات رو حمایت میکنه که از لحاظ بین‌المللی نشون بده که اون چیزی که اتفاق افتاد تو سال 2009 یک اتفاقی بوده، یک مسئله اتفاقی بوده. بنابراین این سیاست شامل میشه که آقای رفسنجانی ران بکنه شورای نگهبان، حالا ببینیم صلاحیت ایشون رو قبول میکنه یا نه، ولی که اگر ایشون بیاد جلو و یک کاندیدای جدی بشه، اون وقت ممکنه از لحاظ سیاست جمهوری اسلامی تصمیم اینو گرفته باشه که دوباره با آمریکایی‌ها بازی بکنه، آقای رفسنجانی رو بندازه جلو، هم مردم رو یکم ساکت بکنه تو این شرایط سخت، همین که وقت بیشتری از آمریکا بخره، برای اینکه اونا امیدوار میشن که حالا رفسنجانی ممکنه یک حرکتی بکنه که یک نزدیکی روابط به وجود بیاد و یک موافقت‌هایی پیش بیاد. بنابراین آمریکا الان شرط بندیش رو اگه بشه گفت به این صورت هم روی آقای ولایتی هم آقای رفسنجانی کرده. آقای کلیلی، از روزی که شما این خبر رو منتشر کردید، آیا هیچ واکنشی از طرف وزارت امور خارجه آمریکا، کاخ سفید و یا سازمان‌های مربوط به اونها شده؟ کسی سوال کرده که آیا این حقیقت داره همچین نامه‌ای از آقای کری یا وزارت امور خارجه محرمان فرستاده شده که اینا یا انکار کنن یا بگن حالا حرف نمی‌زنیم یا چیزی نمی‌گیم یا بگن آره این رو خبر، این خبری هست در رابطه با این یا خیر؟ ببینین، این گزارش دو روز پیش چهارشنبه شب در اومد. درسته. خب ما میدونیم که ایران تعطیلات، هنوز ریاکشنی ندیدیم، ولی کن خب شما با تمام مسائلی که داره توی واشنگتن دی سی اتفاق میفته و با تمام مسائل IRS و بنگازی و ای پی و غیره، اینه که یکم شلوغ پلوغ به قول معروف توی دی سی یکم که چه ارز کنم زیادی پیش هست، ولی ما دلیل این گزارش اینه که بره بیرون و عمومی بشه در این زمان، اون وقت به موقع خودش مسائل دیگه پیش خواهد اومد که اینا باید یا انکار بکنن یا قبول بکنن یا جوابی ندن و ببینیم مقام های رژیم جمهوری اسلامی هم چنو جوابی خواهند داشت. متشکرم. اجازه بدید در آخرین سوالی که در برنامه امروز از شما بکنم به خاطر کم بوده وقت، میخواستم ببینم که نظر خود شما در چارچوب تماسایی که دارید و یا اطلاعاتی که دارید، این مسئله کاندیدا شدن آقای رفسنجانی، مثل اینکه ایشون 78 سالشونه تا اونجایی که من میدونم، درسته؟ فکر کنم همون حدودا باشه. بله، حدود 80 سالشونه. بله، 80 سال. آقای رفسنجانی که روز آخر مهلت نامزدی میان و در 80 سالگی خودشون کاندیدا میکنن، آیا شما فکر میکنید که دلایل دیگری و یا ارتباطات دیگری میتونه داشته باشه و احتمالاً داره با بعضی از این اتفاقاتی که در چند ماه گذشته، در سال گذشته در اپوزیسیون خارج از کشور افتاده؟ همونجوری که حتما میدونید این واژه انتخابات آزاد هم در داخل ایران هست که آقای رفسنجانی شروع کرد و بعضی خاتمی و بعضی راجبش صحبت میکنن که از اونور خامنه‌ای میگه که نه، همیشه آزاد بوده، هم در اپوزیسیون خارج از کشور هست، هم در اپوزیسیون خارج از کشور اون گروهی هستش که میگن که انتخابات آزادی باید انجام بشه بر فراز قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی، مانند مهندس شریعت مداری و اون گروهی که با هم کار میکنن، آقای سازگارا اینا از یک طرف، شورای ملی که انتخابات آزاد رو در با متریک های جهانی و استانداردهای جهانی راجع بهش صحبت میکنه. نظر شما و اطلاعاتی که شما دارید در رابطه با هیچ نوع ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم در رابطه با اینا چی هست؟ آیا اینا همه شانسی اتفاق افتاده یا اینکه احیانا، چون یه بعضی از تحلیلگرها که من باشون صحبت میکنن میگن که خب مگه زمان روسیه نبود، امپراتوری روسیه، که کسی که اومد و باعث شد روسیه از هم بپاشه و این سیستم کمونیستی حداقل در اون زمان از بین بره، آقای گورباچوف بود که خودش تمام عمرش توی حزب کمونیست بود، ولی در هر صورت تصمیم گرفت که دیگه نمیشه و باید که اون کارا رو به کلی عوض کرد که باعث آزادی کشورهای اروپای غربی و آلمان غربی اینا شد. آیا فکر می‌کنید که این تحلیل که احیاناً آقای رفسنجانی در سن 80 سالگی، کسی که صدای پسرش رو پخش میکنن و دخترش رو به زندان میبرن و ظاهراً دعوای این پشت پرده با خامنه ای و غیری داره، احتمال این که احیاناً ایشون آخر عمری به این فکر اومدن که با نام بهتری بیان از این دنیا برن و کاری برای آزادی کشور بکنن، اون تئوری رو شما اونو چگونه میبینید؟
نه ببینین، به نظر من و اینم نظر شخصی من، آقای رفسنجانی مثل بقیه زمامداران رژیم یک فردی است که پشتیبان جمهوری اسلامی و هیچ نوع تغییری رو نمیخواد به غیر از ادامه حیات جمهوری اسلامی. ایشون یه شخصیه که یه شخص جانیه، کرایم ایشون، قتل‌های زیادی زیر نظر ایشون انجام شده، منتها دعوای داخلیشون یه دعوای جداگانه است بر اساس قدرت و گروه‌هایی که به اینا وابسته هستن در سپاه و بسیج و سازمان‌های مختلف و سر پول، یه مقدارش هم سر پوله. واقعا هر کسی که اون قدرت رو بگیره خب خیلی از این قراردادها و افرادهای نزدیکشون میرن. بنابراین اون اینترنال کانفلیکت، اون درگیری داخلی یه مبحث جداگونه‌ایه، ولی در کل همه اینا پشتیبانی جمهوری اسلامی هست و واقعا شعبده‌بازای ماهری هستن، برای اینکه با تبلیغاتی که میکنن اتاق فکر جمهوری اسلامی، به نظر من به اتاق فکر جمهوری اسلامی باید جایزه اسکار داد، برای اینکه بارها و بارها نه تنها مخالفای خودشو گذاشته سر کار، بلکه حکومت‌های دنیا رو مثل کشور آمریکا، انگلیس، اروپایی‌ها رو و با تمام سازمان اطلاعاتیشون رو گذاشته سر کار به این امید که گورباچوفی در ایران میتونه وجود داشته باشه که یواش یواش تغییر مسیر بده، یا اتفاقایی که در چین افتاد بشه مثل زمان نیکسون. و بنابراین این امید برای آمریکایی‌ها متاسفانه همواره قابل قبول بوده و هیچ وقت درسشون رو یاد نگرفتن. هر موقع که این زمامدارای رژیم ما یه چشمکی به اینا زدن، اینا دلشون قش رفته. البته میبخشیم بهمونه اینو مطرح میکنم، ولی واقعا لب مطلب همینه و تماس همیشه برقرار بوده و این امید همیشه بوده و هیچ وقت اینا نفهمیدن، درک نکردن که رژیم جمهوری اسلامی و تمام فعالان درونش فقط و فقط دنبال حیات این حکومت هستن و هر روزم با برنامه‌های مختلفشون، شامل برنامه اتمی و موشکی و غیر و زاله، در حال پیشرفتن و ادامه میدن و مهم نیست کی رئیس جمهور باشه یا نباشه. همون زمان آقای خاتمی همزمان با صحبت‌هایی که داشتن پشت پرده قطعات مختلفی برای مسائل اتمیشون داشتن مخفیانه وارد میکردن. بنابراین این نظر منه و به نظر من درگیری داخل اینا جدا از صحبت‌های دیگه است. جناب کلیلی بسیار بسیار متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید در این برنامه، از اینکه نظرات خودتون رو و اخباری رو که به صورت می‌فرمایید از داخل کشور برای شما اومده و منتشر می‌کنید رو در میان گذاشتید با بینندگان سیمای نهاد مردمی. با تشکر از شما و فعلا بدرود. خیلی ممنونم، متشکرم که منو داشتین. این یک فعالیت تیمیه و با امید روزی که ایران آزاد بشه. درود بر شما و همه بینندگانتون. متشکرم از دعوتتون. خب هموطنان عزیز، اجازه بدید که ما بریم و یکی دو تا از کلیپ هایی رو که آقای مهیار فراورده با عنوان کانال 5 تهیه کردم و برای اولین بار به طور اکسکلوسیو در برنامه نهاد مردمی پخش میشه، که به نظر من این خودش بسیار بسیار مهم هست که یک هموطن هنرمندی، در صورتی که بسیاری دیگر هستن هنرمندان دیگر، ایشون با هنری که دارن، زحماتی که میکشن که آسونم نیست، میان و برای یک برنامه‌ای که کاملا سیاسی هست بر ضد جمهوری اسلامی و فقط کار میکنه نهاد مردمی برای برکناری مطلق و بدون چون و چرای نهاد مرد، یعنی جمهوری اسلامی، میان و این کلیپ ها و کارهای بسیار جالب رو تهیه کردن. با هم نگاه میکنیم و تماسمون رو در میان برقرار خواهیم کرد با میهمان بعدی برنامه امروز. با ما باشید. محصولی جدید از سازمان گردشگری و عتبات عالیه، پیغمبریاب. پیغمبریاب
پیامبران را در هر عمقی که باشند پیدا می کند. شما از همین فردا می توانید با خرید یک دستگاه پیغمبریاب در یافتن پیامبران با ستاد بقاع متبرکه و گردشگری مذهبی همکاری کرده و از 50% تخفیف ویژه فروشگاه های این ستاد بهره‌مند شوید. پیغمبریاب نه تنها پیامبران بلکه امامان و امامزاده ها و نوه های ایشان و نتیجه های ایشان و نبیره های ایشان را هم پیدا می کند. آدرس اینترنتی ما پیغمبریاب.سرسطر. دیگر نگران فساد اخلاقی فرزندان خود نباشید. اینترنت حلال دریچه‌ای رو به جهانی پوسیده. با اینترنت حلال می توانید قبر کلیه امامان، امامزاده ها و نواده های آنها و نوادگان نواده های آنها را به صورت مجازی زیارت کنید. اینترنت حلال شما را از دیدن فرهنگ های استکباری آسوده می سازد. اینترنت حلال برای کسانی که از ارتباط های حرام رنج می برند. اینترنت حلال با اجازه رسمی از سپاه مالداران. خب با تشکر آقای مهیار فراورده از این کلیپ هایی که درست کرده بودند، در این بخش برنامه ما تماسمون رو برقرار کردیم. امیدوارم مهمان ما صدای من داشته باشن، با یکی از پشتیبانان شخصیت حقیقی نهاد مردمی، آقای علی فرهمند، که از طریق صدا و اسکایپ با ما در تماس هستند. آقای فرهمند تا مدتی پیش معاون اداری بخش اجرایی نهاد مردمی نیز بودند. تخصصشون در ریسرچ و تحقیقات و پژوهشگری هست که هم اکنون سایت جانبی پژوهشی نهاد مردمی را مدتی است که ایشون به تنهایی کاراشو انجام میدن و من اجازه میخوام که اینجا هم درودی به ایشون بکنم و داشته باشم و از خود ایشون بخوام که در رابطه با گذشته خودشون و تجربیاتشون صحبت بکنن و بگن که احتمالاً من اون مطالبی رو که باید گفته بشه از دهن خودشون بشنویم. جناب فرهمند، درود بر شما، صدای منو دارید؟ آقای دکتر، درود بر شما، درود بر همه همیهنان گرامی. البته متاسفانه یک مقدار این آنتن اسکایپ در واقع الان ضعیف هست، من یک لحظه صدای شما قطع و وصل شد. من خواهش میکنم که اگر امکانش هست اون پرسشی که داشتین شما مطرح بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. اولا اجازه بدید من این سوالو بکنم، اگر لازم باشه اون شماره تلفنی که من از شما دارم و نیم ساعت پیش برای شما پیامی گذاشتم، آیا اون در دسترستون هست؟ اگر سکایپ خوب نباشه از اون طریق با شما تلفنی تماس بگیرم؟ بله، قربان، من با اون میتونم در خدمت باشم. پس ما از اسکایپ ادامه میدیم، ولی اگه اشکالی پیش اومد از اون طریق من با شما تماس میگیرم. من سوالم این بود که، یعنی از شما درخواست کردم که معرفی در رابطه با خودتون، سابقه کاریتون در ایران رو خودتون توضیح بفرمایید، بدید که از ذهن خودتون شنیده باشیم و من احیانا چیزهایی رو که باید یا نباید رو روی ایر نگفته باشم. بفهمید، خواهش میکنم. خواهش. معرفی از خودتون داشته باشید برای هموطنان عزیز. خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که آقای دکتر، اگر که امکانش باشه این رو ما با توجه به وقت محدودی که برنامه امروز داره به یک فرصت دیگری در آینده موکول بکنیم. من امروز فقط مختصرا این توضیح رو عرض بکنم که به این افتخار همکاری با نهاد مردمی رو داشتیم در سطوح مختلف. از تحلیلگران و فعالان سیاسی هستم که با اپوزیسیون به اشکال مختلف در حال حاضر در همکاری هستم و دستی هم بر قلم دارم که مطالب بنده در سایت‌های مختلف موجوده. باشه، بنابراین این معرفی رو برای همین هم پرسیدم می‌ذاریم برای درست آینده. همجوری که می‌دونید ما برنامه امروز رو در رابطه با این انتصابات جدیدی که در ایران به زودی خواهد شد
گذاشتیم. نمیدونم بخش قبلی رو شنیدید یا نه، گفتگویی داشتیم با آقای رضا کحلیلی که ایشون گزارشاتی میفرستن و به هر صورت نظرات خودشون رو در رابطه با چگونگی کاندیداتوری رفسنجانی گفتن و من میخواستم که نظرات شما، میدونم که شما در رابطه با برنامه‌ای که دو هفته پیش هم در نهاد مردمی بود و یکی از کسانی که قبلا با رژیم کار میکردن صحبتهای داشتن، نگرانی ها و اشکالاتی رو داشتید یا میدیدید، ولی به هر صورت این فرصتی است که شما نظرات خودتون رو در رابطه با این پلیتیک هایی که در داخل کشور انجام میشه و این انتخاباتی که داره میاد نظراتتون رو بفهمید. خواهش میکنم. سپاسگزارم. من در ابتدا به اجازه میخوام یک دقیقه یه توضیحی رو خدمت همه همیهنان گرامی که شنونده و بیننده این برنامه هستن عرض بکنم در رابطه با این نظراتی که تو این برنامه مطرح میشه، میهمانانی که میان نقطه نظرات خودشون رو مطرح میکنن. به عنوان یک عضو بنیانگذار نهاد مردمی و کسی که افتخار همکاری با این نهاد رو داره، یکی از نقاط قوت و افتخار نهاد مردمی که انگیزه جذب بنده به این نهاد بوده، در واقع همین بوده که نهاد مردمی برخلاف بسیاری از گروه سیاسی موجود یک بینش کثرت‌گرا و پلورالیست درش حاکمه. یعنی در چارچوب یک ایدئولوژی خودش رو اسیر نکرده، جزمندیش نیست و الزاماً همه کسانی که در این نهاد همکاری میکنن در یک کلیشه فکری خودشون رو زندانی نکردن. هر کس در این نهاد نظرات خودش رو داره و خوشبختانه نهاد مردمی افتخار رو داره که با دید باز تریبون خودش، برنامه‌های خودش رو میذاره در اختیار این دوستان که هر کدوم از به اصطلاح اون منشأ فکری خودشون و دیدگاه خودشون صحبت میکنن و الزاماً این دیدگاه یا موضع نهاد مردمی نیست، چه حالا میهمانی که دو هفته پیش حضور داشته، میهمانی که چند دقیقه پیش حضور داشته، یا بنده که الان میخوام عرایضی رو خدمت دوستان عرض در رابطه با انتخابات یا انتصاباتی که پیش رو هستش. به هر حال همه ما میدونیم که از ابتدای شکل‌گیری این حکومت ما هیچ انتخابات کاملا درستی نداشتیم. یعنی همواره رژیم سعی داشته که به شکل‌های مختلفی دست بر آرا ببره و اون کاندیداهایی که مورد نظر خودش رو از این صندوق‌ها بیرون بیاره. جناب ببخشید، جناب فرمان، من اجازه بدید که تلفن شما رو دقیقه بگیرم، چون یه صدای مثل بادی طوری پشت صداتون هست، شاید از تلفن بهتر باشه. یک لحظه لطفاً روی خط اسکایپ بمونید تا من این رو هم تست بکنم ببینیم کدومشون بهتره. اوکی، الان صحبت بفرمایید، فکر کنم این صدا بهتر باشه. بفرمایید. بله، من اصلا اسکایپ رو قطع میکنم که اکو نکنه و بفهمید. خواهش میکنم از تلفن صحبت کنید. بله، عرض بنده این بودش که ما در این شک نداریم که در کل چند سال گذشته همواره رژیم این سعی رو داشته که به شکل‌های مختلفی در این انتخابات دست ببرن، کاندیداهای خودشون رو بیرون بیارن، ولی شرایط رو باید به گونه‌ای در واقع تحلیل کرد که متناسب به اون چیزی که واقع هستش ما ببینیم. یعنی اینطور نبودی که در همه انتخابات الزاماً اون کسی که اومده بیرون همونی بودی که رژیم میخواسته. ما یک استثنایی داریم که در همون انتخابات در واقع دوم خرداد 76 که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، شاهد یک بسیج گسترده حکومتی بودیم که کاندیدای حکومتی آقای ناطق نوری باشه ایشون از صندوق بیاد بیرون، ولی یک حضور گسترده میلیونی در واقع نظام رو شوکه کرد. یعنی اینها این آمادگی رو نداشتن و فکر میکردن که در واقع یه شوکی بود که اینا رو شاید از خواب سایه حدود بیدار کرد. فکر میکردن که با همین کاری که انجام دادن میتونن ناطق نوری رو داشته باشن. یک هجوم گسترده مردمی یه دفعه نتیجه رو تغییر داد. اینها از این نتیجه درس گرفتن در انتخاباتی که در واقع منجر به روی کار اومدن احمدی‌نژاد شد و مخصوصا انتخابات 4 سال گذشته. عملا اینا دست مهندسی آرا زدن، یعنی اصلا برایشون مهم نبود که مردم کیو میمیسن توی صندوق میندازن. اینها علارغم نزدیک شاید 30 میلیون رأی که با آقای مهندس موسوی داده شد از صندوق احمدی نژاد اومد بیرون، در واقع شمشیر رو از رو بستن.
در اون حرکت کودتایی که اینا انجام دادن سال 88 هزینه های سنگینی همه پرداخت کردن، چه مردم چه فعالین سیاسی چه در واقع همین آقای موسوی کبیری که الان 3 سال تو بند هستن، و خود رژیم اصلی ترین هزینه‌ای که پرداخت کرد از دست رفتن مشروعیتش. در حال این رژیم برای خیلی از روز اول انقلاب مشروعیت نداشته، ولی یک دکور مشروعیت ظاهری به نام این که بعد این حکومتی که با انقلاب اومد رو کار و مردم رفتن روز به اصطلاح اینا 12 فروردین رأی دادن و اینها رو برای خودشون حفظ کرده بودن. جنبش سبز اصلی ترین دستاوردی که داشته خرمن مشروعیت ظاهری این حکومت رو به آتش کشید. در واقع اینها اون رو از دست دادن. اینی که الان این انتخاباتی که پیش رو هستش، اینها مثل همه اون داشته با سعی خواهند کرد که اون کاندیدای خودشون رو روی کار بیارن، ولی چند تا گزینه هستش اینجا که ما باید در نظر داشته باشیم. یکی تجربه‌ای که از این قضیه قبلی اینو پیدا کردن، اینها خیلی نگران هستن که بخوان مردم دوباره بیان توی خیابون، و الان همزمان توی اخبار سایت ها میخونیم که گفتنهای سپاه آشوبان اومدن مانورهای برخورد با شورش های اجتماعی اینها دارن برگزار میکنن. مسئله بعدی این هستش که این مهندسی آرا و دست بردن تو انتخابات زمانی به بهترین شکل خودش اتفاق میفته که حاکمیت یک دست باشه. یعنی مثلا 4 سال گذشته که این اتفاق افتاد تو انتخابات 88 منجر به کودتای 88 شد، دولت احمدی نژاد، مجریان انتخابات در وزارت کشور و هیئت‌های نظارت، هیئت‌های اجرایی، بدنه ولایت فقیه، اینها همه یک دست بودند. الان چیزی که هستش در واقع افتاده اینه که باند قدرت احمدی نژاد و باند قدرت ولایت فقیه اینها هر کدوم دارن برای خودشون می‌جنگن. یعنی اینجا بحث اختلاف ایدئولوژیک نیست، بحث این نیستش که مثلا بگیم خب دولت احمدی نژاد دموکرات شده، خوابنما شده، با باند ولایت فقیه در افتاده. نه، بنده اینو همون 3 سال پیش یک مقاله رو جایی منتشر کردم که امروز رو پیشبینی کردم، گفتم احمدی نژاد از تیپ یک لومپن فاشیستیه که در خواب خودش نمیدیده یک بود رئیس جمهور ایران بشه، و این آدم آدمی نیستش که به سادگی بخواد این قدرت رو واگذار بکنه. یعنی اگه شده خیابونها رو جوب خون پر بکنه، این کار رو میکنه که بخواد در اریکه قدرت باقی بمونه. امروز هم این کار رو خواهد کرد، و امروز اینها دوچار بعد منتظر خیلی حوادث عجیب و غریبی باشیم بعد از فرد برگزار انتخاب. اما عرض بنده اینه که الان حداقل ما 3 تا طیف و شاهد هستیم که اینها مقابل هم دیگه سرپاگاهی کردن. یکی طیف در واقع همون ولایت فقیه، طیف احمدی نژادی که هیئت‌های اجباری یا بدنه اجباری انتخابات دستشه، اون هیئت‌های نظارت همه زیر نظر هیئت‌های در واقع باند ولایت فقیه هستن، و یکی هم در واقع به طیف اصلاح طلب هست که قدرتی ندارن و آقای هاشمی رو فرستادن به سهمه. این آرایشی که وجود داره، اینها همدیگه رو خونسا میکنن. یعنی به اون آزادی که اینها میتونستن 4 سال پیش دستی آرای مردم ببرن، اینها الان نمیتونن به اون آزادی این کار رو بکنن. هرچند که هر روز باید منتظر اخباری باشیم که چه کارها نخواهند کرد که بتونن این کار رو انجام بدن. آقای فرهمند عزیز، اینجا من اجازه بدید که اشاره بکنم به هموطنان عزیز، چون قبلا هم این رو در مصاحبه‌ای که قبلا با شما کردیم و همچنین روی سایت نهاد مردمی هم عکسش هست، شما یکی از طرفداران آقای موسوی بودید و هنوز هم مثل اینکه هستید. من از اونجا میتونید اینجا رو صفحه کامپیوتر نشون بدید که از همون روز اول هم آقای علی فرهمند عکسی که از خودشون همچه زمان مستعاری و بعد شخصیت حقیقی گذاشتن، عکس آقای موسوی بود، ولی همیشه صحبت یعنی باور خودشون رو به 5 اصل نهاد مردمی که از جمله جدایی کامل دین از حکومت و برکناری ولایت فقیه هست و برکناری کل جمهوری اسلامی اعلام کردند، و با دانش به همه اینها بود. به خاطر جلسات طولانی که من و دکتر بیژن کریمی با ایشون داشتیم و دیدیم که واقعا این فرد بسیار میتونه مثمر ثمر باشه، همینطوری که بودند حداقل در بخش اداری نهاد مردمی که امور امنیتی و غیره در اونجا نبود کمک بکنن و کردند و ادامه هم هنوز دارن میدن، و بسیار ما خوشحالیم با همکاری که با ایشون داشتیم. سوال من از شما جناب فرهمند این هستش که الان
این از این سه جناح، اون جناحی که اصلاح طلب بهش میگیم که الان همونجوری که شما گفتین آقای رفسنجانی ظاهرا نمایندگی دارن، شما ربطی بین این جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی و خاتمی اینا به طور مستقیم خبر دارید هست، یا اینکه اصلا از آقای موسوی شما خبر دارید که در این هاوس ارست یا در خونهشون زندانی هستن، چه خبرها هست راجب اون میتونید کمی صحبت بکنید و ربطی اگه اینا با هم دارن رو راجبش توضیح بدید؟ من به این صورت این ربط رو من برقرار میکنم که اجازه بدید که به نوعی اگه بخوام پاسخ بدم دیدگاه انتخاباتی خودم رو بیان بکنم. بفهمید. شخصا کاندیدای بنده الان در حبس خانگی هستش، پس از این جهت بنده نمیتونم در این انتخابات شرکت داشته باشم، چون این کسی بخواد من بهش اعتقاد دارم در حبس خانگی هستش و اعتقاد بنده این هستش که در این رابطه اصلاح طلبا خیلی ضعیف عمل کردن و البته در این رابطه بنده هم از اصلاح طلبا انتقاد دارم، هم از اپوزیسیون و هم از خیلی از فعالان سیاسی. چرا که من اعتقاد دارم که بهترین کاری که میشد در این انتخابات کرد یک ائتلاف گسترده و تبلیغات گسترده روی آقایون موسوی کرده بود. اگر همه یک صدا میشدن و این فشار رو به حکومت وارد میکردن، میتونستن در مدت زمانی که ما داشتیم این پیام رو میدادیم که شما که میگفتیم این جنبش سبز یک فتنه بود و هواداران اینها الان همه پشیمون شدن و همه الان ضد موسوی هستن، اگه این اعتماد به نفس داریم بیاین این کسی که ما اعتقاد داریم الان باید در واقع رئیس جمهور مملکت باشه که در حرف خانگی هستش، ایشون دوباره به رأی بذاریم. و این کار اگه اتفاق میافتاد عین قضیه آن سان سوشی در برمه اتفاق میافتاد که این شخص از حرف خانگی دوباره در معرض انتخابات قرار میگیره، که این اتفاق نیفتاد. پس اینجا من در واقع خیلی به طور گسترده در واقع در وهله اول از اصلاح طلبا انتقاد دارم، چون اعتقاد دارم که اصلاح طلبا اون بدنه مؤثرش، اون کسانی که میتونستن یه حرکتی بکنن همین یا در حبس خانگی‌ان یا پشت میرای زندانن، و این کسانی که بیرون هستن بیشتر راه عافیت طلبی پیشه کردن، راه مماشات پیشه کردن، حتی به اون چیزی که اسم خودشون اصلاح طلب گذاشتن در واقع پایبند و ملزم نبودن. حالا اومدن یه شخصی رو به اسم کاندیدای به نام هاشمی معرفی کردن. من عذر میخوام از شما دکتر، انقدر تفریح رفتم که اصلا از اصل سوال دور افتادم. نه در تو که من این سوال بعدی رو هم میکنم، هر دو رو با هم جواب بدید. پس در رابطه با همین صحبتی که کردید، این من فکر کنم یک سوالی باشه که بسیاری از مخاطبای نهاد مردمی بپرسن که آقای علی فرهمند، شما که میگید ظاهرا میگفتید اگر پس آقای موسوی کاندیدا میشدن اجازه میدادن، شما شاید حتی رأی میدادید یا بد نمیبود این حرفا، شما این حضور خودتون و پشتیبانی مستمر خودتون و همکاریتون رو با نهاد مردمی که مخالف 100% ولایت فقیه هست، با اینی که آقای موسوی حداقل تا اونجایی که من میدونم هنوز میگه ولایت فقیه میگفت و هنوزم احتمالاً میگه ولایت فقیه خوبه، فقط باید این قانون اساسی یا چیز دیگر قوانین بهتر اجرا بشن عوض بشن، اون رو چگونه توضیح میدید مردم که میتونید طرفدار آقای موسوی باشید ولی در ضمن در یک سازمانی به نام نهاد مردمی هم در حد حتی مسئول پژوهش و معاون اداری کار بکنید، سازمانی که هدف اصلیش برکناری بدون چون و چرا و بدون خشونت جمهوری اسلامی است که از به قول خودشون از محو کره از کره زمین محو بشن؟ بفهمید خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که در این رابطه اولا بنده هیچ که از آقای موسوی کجا ولایت فقیه نشینم که ایشون بخواد پشتیبانی از ولایت فقیه اعلام بکنه، چون یکی از دلایل استعفا خونه نشینیش درگیری البته خب اون زمان خامنه ای ولی فقیه نبود رئیس جمهور بود، ولی کلا یکی از دلایل استعفا خونه نشینیش درگیریاش با همون خامنه ای بود که در متن استعفاش هم اومده سر انتخاب وزرا و بقیه مسائل. که یعنی شما فکر میکنید که آقای موسوی تایی قلبش اگه میتونه صحبت کنه میگفت باید ولایت فقیه از بین بره و قانون اساسی جمهوری اسلامی از بین بره و قانون اساسی جدیدی پیش بیاد درست بشه؟ من حقیقتا تایی قلب خوب آقای موسوی نیستم، ولی عملکرد ایشون که میبینم ایشون در همون زمانی هم که نخست وزیر بودن عملکردشون در تضاد با بسیاری از این دوگماندیشی های حاکمیت بود. ایشون در ابتدای انقلاب خود صادر میکنن که تمام زرتشتیان عزیز ما در ادارات باید حق داشته باشن در اعیاد جشن سده مهرگان چهارشنبه سوری مرخصی با حقوق داشته باشن، بعد از دوره ایشون اصلا مرخصی که هیچ، اینا همه تصفیه میشن و گزینش میاد تو کار این گونه مسائل. ولی خب در زمان نخست وزیر ایشون جناب فرهمند، مگه اون درست نیست که چندین هزار نفرم اعدام شدن؟ ایشون آیا
شکایتی کردن؟ چرا استعفا ندادن در اون زمان با اون همه اعدامون؟ خبر دارید یا آقای دکتر فروتن؟ این اتفاقا در همین سایت نهاد مردمی هم گزارش هستش که از خود نهاد مردمی منتشر شده راجع به اعدام ها. تمام اعضای اون کمیته قتل عام معرفی شده و اعدام های خرداد 67 در تقریبا اگر اشتباه نکنم 16 مرداد شروع میشه، 18 مرداد آقای مهندس موسوی استعفاشو میمیسه و به هیچ عنوان ایشون هیچ نقشی در اونجا نداشته و این مسئله اثبات شده است در تحقیقات مختلف. ما متاسفانه آقای دکتر یه جوی داریم در بین بخشایی از این بدنه اپوزیسیون یا مردم ما که خیلی میخوان اگر یعنی در روانشناسی اجتماعی ما ایرانی هست متاسفانه صفر و صد یعنی سیاه و سفید میبینیم، یا یزید درست میکنیم یا امام حسین. این حد تعادل وسط رو همیشه از دست میدیم. یعنی من همین پریروز یه مثالی بزنم خدمتتون، توی فیسبوک آقای قالیباف اومده اعتراف کرد آقا من رفتم مجوز توی دانشگاه گرفتم حمله کردم زدم. خبر اومده اون پایین گفته که پس بعد خاتمی محاکمه بشه. البته من میگم من اعتقادی نه به خاتمی دارم، در حال حاضر من چون همشون دیگه نظر ایشون عملکردش خیلی ضعیف بوده چه در دوره دولت خودش چه در قبال حمایتی که بعد میکرد از آقای موسوی نکرد. ولی من برگردم به اصل سوال شما که اگر شما اعتقاد داری از موسوی حمایت میکنی پس جایگاه شما در نهاد مردم یا اعتقاد به اصول پنج گانه دیگه چطور میشه؟ ببینید اینجا بنده یک توافق نظر با نهاد مردمی در هدف دارم، با بسیاری از گروه اپوزیسیون دارم که در هدف بنده معتقد به برکناری این رژیم هستم. این رژیم عملکردی فاجعه بار برای ایران ایرانی داشته، در همه چیز خیانت کرده، به مملکت خیانت کرده، به اسلام خیانت کرده، به جوانای مملکت خیانت کرده، همه چیز ایران و ایرانی رو از دست داده. یعنی اومده که ریشه های این مملکت رو نابود کنه و بزرگترین آرزوی قلبی بنده حالا تو اپوزیسیون میترسن کلمه سرنگونی رو بنا به مسائل حقوقی و فشارهای خارجی استفاده کنم، بنده ابایی ندارم. بزرگترین آرزوی بنده سرنگونی نیوشه. و جناب فرمان چون اشاره کردید اعتقاد به هدف نهاد مردمی دارید، آیا شامل پنج اصلش هم که جدایی کامل دین از حکومت و بر اونم میشه؟ بله، چون عملکرد این حکومت که 33 سال به نام دین حکومت کرده بزرگترین قربانیش خود دین بوده، ریشه دین اینا کندن از مملکت. به اعتقاد من اینا باید هر کدوم در حوزه خودش جداگانه باشه، هر کدوم در حوزه خودش بهترن، ولی وقتی که با هم قاطی میشه این مسائل به وجود میاد که هر جنایت و هر خرابکاری از این رژیم به پای دین نوشته میشه. جناب فرمان مجتمع چون وقتمون داره پایان میرسه، اجازه بدید من یک سوال آخر از شما بکنم که سخنان پایانتون رو در اون زمینه اونو جواب بدید و سخنان پایانتون هم بفهمید. میخواستم نظر حالا الان اینجایی هستیم که هستیم با همونجور شما گفتید عملکرد درست یا نادرست اصلاح طلبان و یا اپوزیسیون و غیره، امروز اینجایی هستیم که هستیم 17 ماه می. به نظر شما اگر می‌خواستید پیش بینی بکنید، به نظر شما فکر می‌کنید چه کسی با مهندسی رأی و اینا از توی این جعبه در میاد که رئیس جمهور بشه؟ و سوال در کنار اون هستش که الان که امروز اینجا هستیم تا روز انتخابات، پیشنهاد شما به مردم داخل کشور، به اپوزیسیون و چه اصلاح طلب چه برانداز و غیره چه هست؟ خواهش میکنم در اون رابطه هم نظراتون رو بفهمید. خواهش میکنم. در رابطه با پیشبینی که پیشبینی خیلی مشکله. در رابطه با انتخابات ایران همیشه تمام تحلیلگرای سیاسی میگن مردم ایران مردم پیشبینی نشده، مردم لحظه های آخر هستن و من فقط اون داده ها رو میتونم خدمتتون عرض کنم که داده های موثقی حکایت از اون داره که در واقع کاندیدای ولایت فقیه در واقع الان سعید جلیلی هستش. اینها میخوان سعی بکنن که سعید جلیلی به عنوان در واقع نماینده بیچون و چرا و تابع بیچون و چرا رهبری رو به انتخابات به عنوان رئیس جمهور مردم معرفی بکنن و تا زمانی هم که نتایج کار شورای نگهبان در رد صلاحیت ها مشخص نشه باز ما نمیتونیم دقیقا پیشبینی بکنیم که چه اتفاقی میفته. ولی اینکه بخوایم در واقع چه توصیه داشته باشیم، بنده خودم یعنی در تو اپوزیسیون یا مردم یا سایرین اعتقاد دارم، چون من کسی بودم که خب در یکی دو انتخابات گذشته که در ایران حضور داشتم میدیدم همواره اپوزیسیون بیانیه های تحریم رو صادر میکنه، ولی مردمی که در داخل کشور هستن متناسب با شرایطی که خودشون
بهتر از مایی که در خارج هستیم درک میکنیم، تصمیم میگرفتن و تصمیماتی میگرفتن درستتر از اون تصمیماتی بودی که از خارج براشون اعلام میشد. به عنوان مثال اگر در انتخابات گذشته که همه دعوت به تحریم انتخابات کردن، مردم گوش میکردن و میشستن تو خونه، جنبش سبزی به وجود نمیومد و این طور مشروعیت حکومت از دست نمیرفت. از دست رفتن مشروعیت اون حکومت محصول اون جنبش سبزیه که مردم در واقع اومدن توی صحنه. و یه مسئله دیگه که هستش، من باز دارم تاکید میکنم، نظر شخص خودم دارم عرض میکنم، اعتقاد دارم اپوزیسیون باید یک فرمول جدیدتر و تهاجمی تری پیدا بکنه از صرفا صدور بیانیه تحریم انتخابات، چون این بنا به دلایل مختلف جامعه شناسی و غیره و غیره و اینکه خود مردم در داخل کشور به قدری زیر فشار هستن که به کوچکترین روزنه هم اگر پیدا کنن برای یه سری مسائل عینی سعی میکنن خودشون رو نجات بدن و این قضیه تحریم به دلایل مختلف هیچگاه 100% اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر اتفاق بیفته، در واقع نتیجه اون پیروزی باند ولایت فقیه و گماردن بیدرد و سر اون نوکر خودشونه که میخوان. پس ما باید داریم به سمت یک فرمول جدیدتر، یک فرمول تهاجمیتر، یک فرمولی که ما چطوری میتونیم این سیستم رو به چالش بکشیم، نه صرفا بخوایم یک بیانیه تحریمی صادر بکنیم که ندونیم در نهایت چه خواهد شد. بله مخ جانم فرمان، ولی پس ولی توصیه که نمی کنید اپوزیسیون خارج از کشور میومد میگو پس بروید رأی بدید، اونم که مسلما نیست، ولی احتمالاً این که بسنجید که بیانیه خیلی قشنگ دیدم، بیانیه حزب پانیرانی و بیانیه شماره یک جبهه ملی بسیار خردمندانه بود. اینها اعلام کردن در شرایط موجود ما هیچ یکی از این کاندیداهای موجود رو و این انتخابات رو و شرایطی رو که داره در شرایطی نمیبینیم که بخوایم بیایم در این انتخابات شرکت بکنیم، همراهی بکنیم یا از هیچ یکی از این کاندیداهای موجود اعلام حمایت بکنیم. در واقع خودشون رو از این انتخابات کنار کشیدن، نظرات انتقادی خودشون رو نسبت به این کاندیداهای موجود و انتخابات اعلام کردن بدون اینکه بیان برای مردم در واقع یک تعیین تکلیفی بکنن که فردا معلوم نیست در عمل چه اتفاق بیفته. ولی خب همین جملاتی که شما گفتید و منم 100% با شما موافق هستم که بیانیه حزب پانیرانی است که از دوستان و همرزمان ما هستن بسیار عالی بود، جبهه ملی رو دیدم ولی نخوندم، ولی صحبت کردی دقیقاً همون تحریم هست ولی به نوع دیگر. یعنی نمیتونم بگم ما این کاندیدا رو انتخاب هیچکدوم قبول نداریم ولی برین رأی بدین، یعنی تحریم به نوعی که فردا نمیتونه بگه آقا بیان شما، چون داخل کشور هستن. به هر صورت جناب فرمانده بسیار بسیار متشکرم از اینکه دعوت امروز ما رو قبول کردید و در جلسات بعدی من فکر می‌کنم مسلما حداقل یک برنامه دیگه بعد در رابطه با این انتخابات داشته باشیم، یا انتصابات بعد از اینکه شورای نگهبان تصمیم گرفت چه کسی شایستگی رو داره رئیس جمهور ایران بشه و یا نشود. و بازم از زحمات شما متشکرم، به امید آزادی ایران که در فردای آزاد ایران همه ما از همه طیف‌های فکری که هستیم بتونیم در کنار همدیگه زندگی کنیم، فقط برای رفاه کشور، آزادی و استقلال و سربلندی کشور. بسیار متشکرم از حضور شما. سپاسگزارم. هموطنان عزیز، اجازه بدید که کلیپ دیگری از آقای مهیار فراورده از کانال 5 رو با هم نگاه بکنیم و بعد برمیگردیم، خطای تلفن رو باز می‌کنیم و در رابطه با صحبت‌هایی که امروز شد در رابطه با کنفرانس هفته پیش کانادا، پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های آقای رضا کحلیلی، صحبت‌های آقای علی فرهمند، نظرات شما عزیزان رو خواهیم داشت. با ما باشید و چند دقیقه دیگه. پیش‌بینی وضع هوا، نخست هوای دنیا. به گزارش بنگاه هواشناسی کانال 5، شائقه‌ای و اطراف شهر ملارد اصابت کرد که بخشی از یک تأسیسات شهری را نابود نمود. هوای اصفهان کماک به سابق طوفانی است و در نوار شمالی شدت باد در زیر پوست شهر همچنان جریان دارد. انستیتوی دانشگاه بین‌المللی امام 13 در قزوین هوای خیابان پاشتور و
و اطراف را کمی تا قشمتی ابری پیش بینی کرد که با باد همراه خواهد بود و رفته رفته به مقدار ابرها افزوده خواهد شد و چنان طوفانی در خواهد گرفت که بیت رهبری را از جا خواهد کرد. حالا به پیشبینی هوای آخرت توجه فرمایید. هوای جهنم به گزارش بنگاه هواشناسی کانال 5 از آخرت، هوای جهنم سراسر آفتابی گزارش شده، آنقدر هم که آخوندها میگویند داغ و سوزنده نیست. نسیم مجموعی در سواحل شمالی میوزد و جهنمیان با بیکینی و یا لخت مادرزاد در ساحل آفتاب گرفته و در آبهای گرم و طلایی آبتری میکنند. هوای بهشت بر اثر عدم بارندگی در بهشت و به گردن ششتر درخت های میده و مرگ ناگهانی جنبوران، جویهای شیر و اثر همه خوش شده و آشدار قدس رضوی دستور داده فعلا از جهنم بیوه وارد کنند. مشغول آشدار قدس رضوی بهشت به خبرنگار کار 5 گفته همه اینها زیر سر جریان فتنه و نیروهای خارجی است که به دست سربازان اسلام کشته شده ولی از جهنم حالا فرار کرده و در بهشت به جاسوسی و خرابکاری مشغول شده است. به گزارش بنگاه هواشناسی کانال 5 از آخرت، جمهریر با 40 درجه زیر صفر سردترین و جنوب جهنم با 40 درجه بالای صفر گرمترین نقاط آخرت گزارش شده است. با تشکر از آقای فراورده برای تهیه این کلیپ های بسیار بسیار جالب. خب اجازه بدیم که ما تلفن های استودیو رو باز بکنیم و نظرات شما رو در رابطه با برنامه امروز بشنویم. اجازه بدید که من صحبت هامو تموم بکنم که شروع کردم در اول برنامه در رابطه با کنفرانسی که در کانادا بود. همونطوری که در برنامه زنده که پخش شد، الان ویدیوهاش هم روی سایت این گفتگو جهانی برای در رابطه با آینده ایران هست، وزیر امور خارجه کانادا به عنوان اولین کشوری که آمد و خواستار تغییر رژیم شد صحبت کردن. در پایان اون جلسه بدون برنامه قبلی آقای وزیر دفاع، وزیر جنگ کانادا نیز صحبت کردن. ایشون میدونیم که همسر ایرانی دارن، خانم نازنین افشینجم، و ایشون در صحبتاشون میگفتن که به تمام دلایلی که همه ما میدونیم، جلوگیری از تروریسم جهانی، کشتاری که و حقوق بشری که در ایران نقض میشه و بسیاری موارد دیگر، جمهوری اسلامی باید بره، ولی از جمله گفتن من کشوری میخوام که پسرم، چون پسری دارن جدیدن، پسرم بتونه که به کشوری که مادرش از اونجا اومده برگرده، به کشوری آزاد داشته باشه. من فکر میکنم که اون جلسه دو روز پیش نقطه عطفی بود و هست در رابطه با آینده ایران. یکی از درخواستایی که وزیر امور خارجه کانادا از مدعوین کرده بودن این بود که نظرات پیشنهادات خودتون رو برای من بفرستید که من که میخوام تماس بگیرم، یعنی ایشون میخوان تماس بگیرم با وزرای کشورهای خارجه دیگر ممالک دموکراتیک و یا کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، چه پیشنهاداتی رو داشته باشند. بنابراین در این خط تلفن‌ها رو که الان باز میکنیم، شما عزیزان نیز میتونید در رابطه با اون پیشنهادات هم نیز صحبت بکنید. من از شما دعوت میکنم کسانی که این گزارشات رو دیدن، پخش مستقیم رو دیدن و اون مطالب رو گوش دادن، اگر موافق من هستید که باید تشکر کرد از دولت کانادا که اولین قدم رو در این راه برداشته برعکس کشور آمریکا و کشورهای دیگر، باید تلفن زد، ایمیل زد، فکس زد و تشکر کرد از اینها که این کار رو شروع کردن. استودیوی نهاد مردمی صداتون پخش میشه، بفرمایید. خواهش میکنم. الو بفرمایید. استودیوی نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. من پیشنهاد خدمت شما رو هم در باره حضور آقای چی بودن اسمش مدیر شبکه که اخراج شدن
از اینجا. شما فرمودید ایشون دعوت میکنید در باید موضوع صحبت میشه، خواستم ببینم این موضوع کی صحبت میکنید. من میخواستم برنامهتون رو گوش بدم، ممنون میشم. این اختلاف بدی بود که یه جورایی به عنوان به قول تشتر در این تضارب آرا نیست. به نظر من این یک جور ضربه زدن به خصوص حرکت آزادی خواهیه. حالا من توضیح میدم. اگر منظورتون آقای فروزنده هستند، مدیر سابق تلویزیون شبکه اندیشه، تا اونجایی که من میدونم ایشون در روز 20 ماه آپریل مصاحبه‌ای داشتن در تلویزیون پارس، 20 یا 21 آپریل با آقای میبودی، و در اون برنامه بسیاری از صحبت‌هایی که مایل بودن انجام دادن. در حال حاضر ما هیچ برنامه‌ای نداریم که با آقای فروزنده در اون رابطه گفتگوی داشته باشیم، ولی مستلماً اگر ایشون رو دعوت بکنیم و ایشون تشریف بیارن، اون میتونه که از این سوالا بشه. اگر دسترسی به اینترنت دارید به آرشیو تلویزیون پارس بروید، برای فکر کنم روز 20 یا 21 ماه آپریل. استودیو نهاد مردمی، بفهمید خواهش می‌کنم. الو، سلام، خسته نباشید. بفهمید خواهش می‌کنم، صداتون پخش میشه. خیلی ممنون از برنامه‌تون. خواستم بگم واقعا مردم اینجا دست و پاشون بسته شده، نمیتونن، احتیاج به کسی دارن که اینا راهنمایی بکنن. واقعا اینجا مردم حتی نون شب خودشون هم قانع هستن. یعنی چجوری بگم براتون، واقعا گرفتاری، بدبختی، مصیبت. ما جمعان دارم بدبختی میکشم، این مولای افساگوسه میان دارم کمک فوری میکن. آخه محروم اینجا ما چرا اینجا معتاد داریم، بدبخت داریم، گرفتار داریم. مملکت هم رو گنج خوابیده، محروم دارن گدایی میکنن، دارن بدبختی میکنن. ناموس اون رفته زیر پای عرب خوابیده. اینا شرمهایی ها سرشون نمیشه. درود بر شما. اینا دقیقا هم اینطوره که سرشون نمیشه. منظور جان اون ویدیو کلیپ رو آماده کن که به دست ما رسیده که یک دختر ایرانی در رابطه صحبت میکنه، اون رو به زودی پخش بکنیم. استودیو نهاد مردمی بفهمید. الو، بفهمید. درود علی فوتن. بفهمید، صداتون پخش میشه عزیزم. آقای فوتن، من میخواستم صحبت های آقای فرحمند بالاخره متوجه نشدیم. حالا ما باید رأی بدیم، رأی ندیم، باید نفهمیدم دوست مثلا اون منظورش از صحبتش چی بود. ولی خب به هر حال ما توی اجتماع رهایی سر داریم که سال 90 هم همون طرح تحریم فعال که سال 90 هم نهاد مردمی ازش حمایت کرد و دوستان توی ایران ویدیوهایی از ستادهای تبلیغاتی و از حوزه‌های رأی‌گیری تهیه کردن، حوزه‌های خالی رأی‌گیری تهیه کردن و نهاد مردمی هم حمایت کرد، پخش کردن و ما این طرح رو میخوایم مجددا پیاده کنیم که این انتخابات تهیه کرد ترتیب بدیم توی بروکسل روبروی پارلمان اروپا و دیگر گروه های سیاسی توی کشور آمریکا، نروژ، استرالیا، ژاپن که قرار هستش حالا فردا شب توی جلسه خصوصی هماهنگ بشه. یه چیز دیگه میخواستم عنوان کنم که ما هم جوانایی که خارج از کشور هستیم 100% روز انتخابات جلوی سفارتخونه های جمهوری اسلامی حضور پیدا میکنیم با عکس ندا و ستار بهشتی و همونجا اعلام میکنیم که هر کسی که میخواد بره توی سفارت خونه ها رای بده باید از روی عکس ندا آقا سلطان، باید از روی عکس ستاره بهشتی رد بشه و بره اونجا رای بده و ما ازشون فیلم و عکس تهیه میکنیم و توی رسانه‌های اجتماعی کاملا پخش میکنیم و چهره این اشخاص رو نشون میدیم به مردم ایران. و من امیدوار هستم که این طرح تحریم بتونه واقعا خودش رو نشون بده توی اپوزیسیون. ما اینجا ننشستیم که اشخاصی بیان حالا با نقاب‌های موسوی یا رفسنجانی یا حالا هر شخص دیگه، ما خواستار اصلاحات نیستیم آقای فروتن. من خودم هم همون جواد موسوی که توی مرسی ایزه من متشکرم صحبتاتون رو کردید. ایزه خط دیگر رو بگیریم. استودیوی نهاد مردم، بفهمید خواهش میکنم. سلام آقای فروتن. سلام عزیزم، بفهمید. علی هستم از ایران. علی جان، شما الان به تلفن دستی من زنگ می‌زدید دو تا فوش سرام؟ بله. اوکی، بفهمید. صحبت عذر می‌خوام، وسط برنامه بودم نتونستم بگم. خودت که برای چون تماس گرفتم خودم این کنترل میشه. بله بفهمید. آقای فرشاد مخیر، زودتون بخیر در آمریکا. الان صداتون که می‌دونین پخش میشه علی جان. بله، الان چون موضوع ایران چون روز به روز بدتر میشه، گرونی داره بیشتر میشه و حتی بعضی از قرصا و داروها تو ایران پیدا نمیشه. بله میدونم. البته گفتن که ماشین های لوکس مهمتر اونا رو بیارن تا اینکه به پول دوا رو بیارن. بله بفهمید. درست
بله الان هم جریان نمیدونم اونه میخوام یه سری از دوستو گرون کنم مثل کرده چیزای دیگه دارن جنان کرده تو ترامپاس پیدا نمیشه خبر که بچه دارن با ما بعد الو الو بله بفهمید ادامه بدید هر کسی که من اینو به شما میگم اون سر شما اعتراض کردید برای اینکه جو جلسه شورای ملی شرکت نشدید یادا چه مشکلی بوده من فهمیدم نمیدونم به شما بگم که ما از هر کی خب برای آزادی ایران پا قدم برداره ازش حمایت میکنیم حالا هر کی باشه بدن آغوش میگیریم و از شما خواهش کردم حالا ما با که شما همکاری داریم و هر سوالی هر کاری دارید هستم در خدمتتون ولی دوست داریم شما بالاخره با اونا سعی کنید همکاری داشته باشید و ما آینده ایران رو میخوایم ایرانی آزاد و چیزی که نمیخوایم ما خیلی متشکرم علی جان خیلی ممنونم از تلفن دست درد نکنه استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم درود بر شما دکتر و بیننده های عزیزتون بفهمید عزیز خب من راجع به نظر آقای کحلیلی و مسئله انتخابات خیلی کوتاه میخواستم کیچوامتون یه مقدار نظر خودم رو مطرح کنم بفهمید از کجا زنگ میزنید از چه کشوری از امریکا بفهمید خواهش میکنم خواهش میکنم آقای کحلیلی نمیدونم چرا سیاستمدارهای آمریکایی رو اینقدر ساده و خیلی آدمای بی‌آلایشی تصور میکنه و اینجور تحلیل نمیکنن که امریکایی‌ها جایی نمیخوان که آب زیرش بیفته و همه این مدت از سال 78 یا 79 که تحولات در ایران شروع شده هیچ کسی سود نبرده جز خود امریکایی‌ها یا شرکت‌های شمعیتی و دورش فقط به چشم ما رفته و این هر سیاستی که داشتن بهتر به یه محلی سود خودشون بوده و از روز به نظر بنده از روی سادگیشون نیست که درس بگیرن یا بخوان از خوش خیالیشون دست بردارن این یکیش دوم در رابطه با انتخابات یا مسائل روزی که الان هست یه مثال خیلی سادهی بدون شهر میزنم که گویای همه صحبته من باشه مثل اینه که ما ببینیم یک شخصی داره به یه دختر بچه‌ای و یه بچه‌ای تجاوز میکنه شکنجه میکنه آزار میده این حالت ممکن اتفاق بیفته یکی اینکه کسی چیزی نمیگه میبینه و سکوت میکنه گروه دوم کسایی هستن که تفسیر میکنن دلیل تراشی میکنن گروه سوم اونایی که میخوان همراه بشه و سودشون رو ببرن و استفاده کنن از اتفاقی که داره میفته و یه دیگه هستن که مخالفا هستن حالا این رو خود مردم باید تجزیه تحلیل کنن که ببینن کجای کار هستن میخوان شرکت کنن میخوان برن نظر بدن یا اینکه سکوت کنن بسیار متشکرم از تلفنتون چون کلی خط از ایران داریم باید خطای دیگر رو بگیرم استودیوی نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم درود بر شما درود بر شما صداتون پخش میشه عزیزم بله آقای فروتن نگاه کنید الان اکثر تلویزیون ها همونجور که دوستمون گفتن دارن به این سم میرن که این هاشمی رو بزرگ کنن و اینو امید مردم و باید ایران جلو بره واقعا اینجور نیست مردم هاشیه باشید تحریم انتخابات باید در گزینه اصلی ما باشه من دیدم حتی مجاهدین خلقی مسعود رجبی نمیدونم از کجا پیام میده پیام داده که آره باید هاشم بره رفسنجانی باید بره ثبت نام کنه رفته ثبت نام کنه حالا باید پیام داده بازه دیروز بوده امروز بوده پیام داده که نباید رفسنجانی رو رد صلاحیت کنید خب این از کجای پیام ها میاد پول از کجا دست این آقای رجبی رسیده که اینجوری داره حمایت سرسختانه میکنه از رفسنجانی من میگم برنامه هایی هست مواظب باشیم گول اینا رو نخوریم همونجور که اون عزیزمون گفتن تحریم گزینه اول آخر ماست ممنون از لطفتون و روشنگری های شما درود بر شما جمهوری اسلامی باید برود در وهله اول بدون خشونت ولی بدون خشونت دلیل بر این نمیشه که اگه حمله بکنن به مردم مردم نتونن از خودشون دفاع بکنن همونجوری که من در کانادا هم گفتم به زودی زود اتفاقاتی خواهد افتاد ما باید آماده باشیم اپوزیسیون خارج و داخل کشور برای اینکه یک موقع دیدید یک جرقه خورد چون همه چیزی هم مهندسی نمیتونه مهندسی بشه به خصوص همونجوری که یکی از دوستان گفتن فکر کنم آقای فرهمند وقتی که این جناهای مختلف با هم دعوا دارن ولایت فقیه و احمدی نژاد و اصلاح طلبان اینا همه چیزو نمیشه قائم کرد ما باید آماده باشیم خط یک استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم سلام درود بر شما بفهمید عزیزم ایمان فروتن هستم زنده باشین حالت خوبه مرسی عزیزم بفرمایید ما از مهری حمایت میکنیم لطف کردید خیلی از ایران صحبت میکنید دیگه نگید از کجا درست بله بله بله
درود به شرف شما. صحبت دیگه دارید بفرمایید. خوشحال شدم من همیشه بعد هم آره میبینم. خیلی ممنون. خداحافظ. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. الو بفهمید خواهش میکنم. الو بفهمید. الو استودیو نهاد مردمی بفهمید. اوکی منصور جان اون ویدیو کلیپ رو لطفا سریع پخش کن که به دست ما امروز رسیده تا بعد تلفن‌های بعدی بیان. با همین ویدیو رو نگاه میکنیم. چیز خاصی نیستش در مورد انتخابات ریاست جمهوری حاضر صحبت کنیم. ببخشید من سوالم از شما اینه که انتظار شما به عنوان یک فرد ایرانی از رئیس جمهور آینده چیست؟ انتظاری؟ برام فرق نمی‌کنه. بریم رای بدیم که چی بشه. فرض کنید که به عنوان شهروند یه مسئولیتی دارید که در سرنوشت خودتون سهیم بشین. اون وقت به عنوان یک شهروند چه انتظاری دارید به کسی که بهش بخواید رای بدید؟ آقای محترم ما 4 سال پیش همین مسئولیت رو اجرا کردیم. تو دوم خرداد رفتیم رای دادیم. ولی خب چیزی تغییر نکرد. چی از ما عوض شد؟ وضعیت جامعه‌مون، وضعیت اقتصادی نابسامانمون، وضعیت جوونامون، هیچ چیز عوض نشد. ما خود من یه جوونم. کامپیوتر می‌خونم، دانشجوی کامپیوترم. ولی می‌دونم هیچ آینده‌ای ندارم. هیچ چیز تو زندگی من تغییر نمی‌کنه. جامعه من گرفتار بانبازی و پارتی بازیشه. جامعه من بیمار روابط و ضوابطشه. من نمیتونم کاری بکنم. چقدر امسال من لیسانس بیکار توی خیابونا ریخته. چقدر مثل من هستم. یه چند تا لیسانس و فوق لیسانس بهتون نشون بدم که به خاطر فرق، به خاطر نداری و بدبختیشون میرن توی شرکت‌های خصوصی. یه رفت دیگه مدیر 20 سوالی کار میکنن که بعد 1000 تا چیز دیگه ازش در بیاد. یه ببینید چقدر جمعون مثل من ریخته اینجا. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. الو سلام. سلام عزیزم بفهمید. اینا همشون خیلی خرم بیرن چه انتخابات. متشکرم از شما. مرسی عزیز. مرسی زن. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. آقای درود بر شما. بفهمید. درود بر شما عزیزم. آقای فرسن خیلی کلیپ زیبایی بود. من استفاده کردم. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. بله خیلی متشکرم. صحبت دیگه دارید بفهمید. من میخواستم فقط رابطه شما با شورای ملی رو بدونم. شما در چه جایگاهی قرار دارید الان نسبت به شورای ملی؟ های حمایت دارید از شورای ملی و شاهزاده رضا پهلوی یا نه؟ من توضیح بدید. خیلی متشکرم. چشم. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. درود بر شما آقای فرود. درود بر شما. صداتون پخش میشه. بفهمید خواهش میکنم. آقای فرود با این اطلاع رسانی که انجام میدیم ممنونم از شما. برس اون صدای تلویزیون رو کم کنید بفهمید با من صحبت کنید. الو آقای فروتن. بله بله بفهمید صداتون پخش میشه. آقای فروتن من اطلاع رسانی که دارین انجام میدیم ممنونم، ولی شماشم به نظر من افرادی که در ایران هستن اطلاعات و جو ایران بهتر میتونن در نظر بگیرن. درسته. الان وضعیت ایران به شکلی است که متاسفانه مردم ما در سال 84 به همون شکلی که آقای رفسنجانی رو خیلی بدبین بودن بهش، الان احساس میکنن یه قهرمان اومده وسط میدان. ولی اگه شما
سه تا شبکه‌ای که در واقع اطلاع رسانی سیاسی داریم و آگاهی دادن، چون در ایران نه احزابی شکل گرفته و اجازه نمیدن و نه روزنامه‌ها اجازه دارن در واقع اطلاع رسانی درستی بکنن و تمام روزنامه‌های به اصطلاح نیمه اصلاح طلب هم اکثرا دارن از آقای رفسنجانی حمایت میکنن. مردم فقط نگاهشون و دیدشون و نظرشون و اینی که آگاهی بگیرن از شبکه‌هایی مثل شما و شبکه مثلا اندی پارت و شبکه شهرام همایون است که شما تو این مقطع میتونید یه اتحادی به وجود بیارید و این آگاهی رو به مردم بدید که در واقع رفسنجانی هیچ حرکت مثبتی نمیتونه بکنه. همون شکلی که در گذشته رفسنجانی اومد در واقع منافع مردم، منافع خودش شکل، یعنی در واقع تمام منافعی که نظام فقط اومده که نظام رو در واقع نگه داره. خیلی متشکرم، مرسی از تلفنتون، عذر میخوام چون خطای بسیاری از هستن و از داخل کشور. مرسی از نظرتون. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. درود آ جناب چهارستایی، بفهمید آرمان جان. خواستم کوتاه تحریم فعال انتخابات که آقای موسوی هم لردن الان بهترین کاری که در داخل و خارج از کشور میشه انجام داد با این انتخابات، ضمن این که ما باید تحریم بکنیم و این انتخابات رو به رسمیت نشناسیم و در خونه هم روز انتخابات بشینیم و از حوزه های خالی رای گیری عکس و فیلم تهیه کنیم همانند انتخابات سال 90، باید از فضایی که به وجود میاد در داخل ایران که از هفته گذشتم به خوبی و به زیبایی بچه‌ها در تریبون آزادی که در دانشگاه بود و شبکه سوم پخش کرده بود تونستن از اون فضا استفاده بکنن و این تحریم فعال کار بکنن. باید بیشتر روی مسئله کار کرد، مثلا در سازمان آقای مشایی اگه تایید صلاحیت بشه حجاب اختیاری که میگه استقلال آزادی حجاب اختیاری رو سرداد یا ایرانیت رو مثلا استقلال آزادی. جناب آرستایی چون وقت کمه، ممکنه فقط یه دونه مثال از این تحریمی که میگید تحریم فعال یه مثال بزنید در داخل کشور، نظر شما در و پیشنهادتون چه هست به عنوان یک پیشنهاد شخصی بفهمید؟ البته این پیشنهاد سازمانی انجمن رهایی، ولی اینکه عکس و فیلم تهیه بکنن از حوزه خالی رای گیری روز انتخابات و اینکه از رحیم مشایی رو به جون خامنه‌ای و بالعکس بندازن، یعنی در چارچوب خود کاندیدها بشه بحثایی رو مطرح کرد که به خطوط قرمز نزدیک بشه که و همین الان هم میگم در تریبون شبکه سوم سیما که در دانشگاه مناظره بین بسیجی و دانشجو بوده یه دانشجو دانشگاه اتفاقا اومدن اشاره کردن که الان گرونیه و مردم نمیان، یا اینکه یکی دیگه گفت اگه 88 بدونن من یادشون بیاد مردم چه اتفاقی افتاد 88 در این انتخابات تحریم میکنن شرکت نمیکنن. پس میشه از تریبونای خود جمهوری اسلامی در این مناظره ها صحبت ها و مسائل مطرح کرد در بسیار متشکرم. نه پس همین، پس بیسیکلی از این موقعیت استفاده بکنیم، این جناهای مختلفو بیشتر سعی کنیم به جون هم بندازن، مردم عکس و فیلم بگیرن از حوزه‌های انتخاباتی و خبرها رو بدن. خط 4 استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. آقای فرجا سلام. درود بر شما عزیزم، صداتون پخش میشه، بفهمید. عزیزان زنگ میزنم. لطف کردین عزیزم، بفهمید. آقای فروتن این آقای کیجی پیشنهاد بده یه جوری حامی هاشمی به نظر مصدوم میشه، حامی مشایی، این طرح خوب نیست اینجا مطرح بشه. نه خیلی ممنون دوست عزیز، ببینید این صحبت ها حداقل باور ما بوده و هنوزم هست، 100% باور من هست، تا زمانی که مسائل محرمانه، یه موقع از یه پروژه هست خبر دارید محرمانه قراره ایران یه خبری بشه که این آخونده برن این حرفا، خب اونا رو نباید گفت. یه موقع یک مسائل محرمانه هست که یک سری افرادی که منتخب مردم هستن میان و پشت پرده باید تصمیماتی بگیرن به خاطر از لحاظ سلامتی امنیت جان مردم لازمه که گفته نشه. ولی در این رابطه این که این چیزا رو تو تلویزیون نگی اینا، یاره منو میندازه که در همین جلساتی که چند 7 ماه 8 ماه درش بودیم همش در جلسات پشت در بسته بود، ضبط هم میشد، ضبط هم پخش نشد غیره، و در مقایسه با اون میبینید که این جلسه هفته گذشته در کنفرانس کانادا خوب یا بد همینی که بود و اومدید و شما همه دیدید که طرفداران رفسنجانی و اصلاح طلبی و اصلاح از داخل و نمیدونم اینجوری چه میگفتن و اونایی که میگفتن نه تمام جمهوری اسلامی کشتن و دروغ اینا هست چه هستن. بنابراین من فکر میکنم که این نوع صحبت کردن تا وقتی که زوایای مختلف و مردم بشنون، مردم ایران داخل و خارج از کشور احمق نیستن، میتونن که نگاه بکنن، گوش بدن و تصمیم نهایی رو بگیرن.
تا اینکه تا اونجایی که ما نیم و براشون دیکته نکنیم که چه بگن و چه کار بکنن. ما وظیفه داریم که این آگاهی رسانی رو بکنیم که مردم به هر صورت بتونن همه جوانب رو ببینن. استودیو نهاد مردمی، بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما، خسته نباشید. فقط همینه میخواستم بگم، زیاد مزاحمتون نمیشم. مرگ و جمهوری اسلامی، زنده باد شاهزاده رضا پهلوی. فداتون بشم، خدا نگهدار. خدافظ. خدافظ، خیلی متشکرم از تلفنتون. استودیو نهاد مردمی، بفهمید، خواهش میکنم. الو، سلام و درود به شما. درود، خیلی متشکرم، بفهمید، صداتون پخش میشه. خواهش میکنم، در رابطه با انتخابات که توی ایران هست، میخواستم چند مسئله رو بگم. یکی اینکه الان چند تا جریان رو میذاره که مسئله جنگ در منطقه خاورمیانه که ناوگان دومشون هم فرستادن تو خلیج فارس به غیر از ناوگان پنجمی. یکی اینکه گرانی که به اصطلاح با غرب کاملا قطع رابطه شده، یعنی تنفس اقتصادی ایران بسته شده. شرایط بسیار حساسی در ایران حاکمه و ما نخواهان جنگیم، نخواهان بمباران ایران هستیم، یک نخواهان اینقدر گرونی که واقعا فشارش دقیقاً روی ملت و قشر پایین جامعه داره آورده میشه، چون بالایی‌ها که اصلا مسئله‌شون دقیقاً این مقصد چه باید کرد و باید در نظر بگیر. من فکر کنم باید ملت و نقش اپوزیسیون در داخل کشور، در داخلش که برای 70 میلیون اپوزیسیون چیکار داره میکنه. پایه مادی اپوزیسیون در داخل به اون شکل قوی نیست، مثلا سرنگونی یا از بین بردن این چیزا. به نظر من از ابزاری که در دست هست که میتونه شاید از جنگ و از گرانی و رابطه با غرب بتونیم دوباره جان به کشور بدیم، باید از این استفاده بکنیم و از جناهایی که فکر میکنیم در مقطع یه تنفسی در رابطه با ملتمون، چون مسئله آگاهی ملت و برکناری سیستم به اصطلاح ولایت فقیه یه پروسه میان مدت، حداقل طولانی مدت نگه. اما در مقطعی که الان انتخاباته، من معتقدم به عنوان تاکتیک هم که شده، باید برنامه ریزی شه که از جناحی که میتونه یک ذره خدشه وارد کنه به دیکتاتوری مدرن. اون چه جناحیه به نظر شما؟ جناح رفسنجانیه؟ چه جناحیه؟ من میدونی که سگ زرد برادر شغال بد و بدتره. اوکی. خیلی متشکرم، عذر میخوام، مرسی از تلفنتون. خطای زیادی هست، وقتم کم. استودیو نهاد مردمی، بفهمید، خواهش میکنم. سلام آقای فروتن، خسته نباشید. درود بر شما، صداتون پخش میشه. درود میگم خدمتتون، زحمتایی که میکشید و برنامه‌تون حرف نداره. از نظر همه جوره، از نظر آگاهی و همه چی. ولی راه گرد این مردم فقط تو سینه این دولت وایسادنه. دولتی که میاد پیرمرد و پیرزن رو خیابون میزنه با کاب، بعد تو با سنگ و آجر و کلوخ جلوش وایساد. این نظر منه، این من بیشتر نظرم با این بچه‌هاییه که تو تهران راه میرن، خیلی هم ادعاشون میشه. خب چهار تاتون یکیشون رو بکشین توی کوچه، قول و ولش رو بخونید، بذارید بره بهشت، اشغالش رو بکنه. خیلی متشکرم از تلفن و نظرتون. استودیو نهاد مردمی، بفهمید، خواهش میکنم. الو، بفهم. استودیو نهاد مردمی، بفهمید، خواهش میکنم. سلام آقای فروتن. درود بر شما، بفهمید. درود میگم به شما. فقط خواستم همینو، زیاد مزاحم نمیشم، خواستم همینو بگم که تاریخ ثابت کرده، این تاریخ چند سال پیش تا الان، که رأی مردم ایران هیچ ارزشی نداره و اینا هر کی که خودشون بخوان میان سر کار و هیچ اصلا هیچ اعتنایی به رأی مردم نمیکنن و تحریم انتخابات بهترین راه هستش که ما باید انجام بدیم. اگه احیانا مردم پای صحنه‌های رأی برن، من همین الان از اینجا به تمام مردم اعلام میکنم، باور کنید اگه احیانا تحریم و انتخابات رو تحریم نکنیم، پوستی از سر مردم کنده بشه بعد از انتخابات، که وضعیت از این که هست صد برابر بدتر بشه. خیلی متشکرم از تلفنتون. هموطن عزیز، وقت برنامه ما تقریبا به پایان رسیده، تمام خطای تلفن هم پر است. دو سه نکته خدمتتون بگم. اولا که یکی این که قرار بود که تیم کشتی ملی ایران این یک شنبه در لس آنجلس با تیم کشتی آمریکا
مسابقه داشته باشه و امروز از ایران و پوسترهایی برای ما اومده بود که ما درخواست کنیم از هموطنان ایرانی در لس آنجلس با پرچمای سرنگ شیر و خورشید به این مسابقه برن از تیم ملیشون دفاع بکنن، ولی آخرین لحظه فهمیدیم که کنسل شده. کنسل شده یعنی تیم کشتی ملی ایران گفته ای ببخشید ما برنامه‌مون اشتباهی دیدیم و رفتن برگشتن یا نخواهم بود. اینم از این. دوم اینکه اگر دوستانی هستن که فکر میکنن که برنامه‌هایی که نهاد مردمی گذاشته و داره میذاره، همین برنامه‌ی هفته یک دو ساعت مثبت هست، مفید هست، خواهش میکنم که همین الان تلفن رو بردارید و با همیاری مالی خودتون این برنامه تلویزیونی رو پشتیبانی بکنید و به قسمت بخش همیاری نهاد مردمی در سایت که برید میبینید که ما این ماه هم مانند ماه‌های دیگر بودجه کم آوردیم و این ممکنه باعث بشه که برنامه‌های تلویزیونی نهاد مردمی یا کمتر بشه یا برای مدتی قطع بشه تا وقتی که بودجه بیاد. این به خاطر اینکه ما از روز اول تصمیم گرفتیم که برنامه‌های همیاری نداشته باشیم که جنس بفروشیم و خواهش و تمنا و پول حرفا بدید. کاری رو شروع کردیم تا آخرش هم خواهیم رفت، ولی این دیگه فقط میمونه عزیزانی که خارج از کشور هستن که اگر فکر میکنن که برنامه مفید هستن و یا لازم هست پشتیبانی بکنن، وگرنه از طریق تلویزیون اینترنتی و کارهای دیگه این رو انجام خواهیم داد. در نهایت همونجوری خدمتتون عرض کردم، موضع نهاد مردمی معلوم بوده و هست، تحریم انتخابات هست، برای اینکه راه حل دیگری نیست، ولی در داخل کشور همونجوری که بسیاری از دوستان گفتن مردم تصمیم خواهند گرفت. 4 سال پیش هم اکثر سازمان‌های سیاسی نهاد مردمی پیشنهاد تحریم کردن، بیانیه تحریم دادن، ولی مردم تصمیم گرفتن به دلایلی که اون زمان به ارشد امیدی داشتن به نامزدی‌های موسوی و کروبی، رفتن رأی دادن و دیدیم که چه شد. این بار هم مردم در داخل کشور هستن که بنا به شرایط روز خواهند دید که چه می‌خوان بکنن، چه می‌تونن بکنن. ما از اینجا نمی‌تونیم نسخه بنویسیم، فقط می‌تونیم از دیدگاهی که داریم، از اتفاقات و وقایع و حقایقی که آگاه هستیم، نظر خودمون رو بگیم. ولی من فکر می‌کنم الان نقطه عطفی انجام شده. بهتون گفتم هفته گذشته در کانادا وقتی که وزیر کشور کانادا میاد و قدم اول برمی‌داره و میگه جمهوری اسلامی باید برود و بعد میگه که می‌خواد بره با وزرای کشورهای دیگه صحبت بکنه، این رو باید به فال نیک گرفت، باید پشتیبانی کرد، باید صحبت کرد و همونجوری که دوستان گفتن به نظر من باید جلوی اصلاح طلبان ایستاد، متمدنانه با احترام در جلساتی مانند هفته دیگر، برای اینکه وقتی که بنشینید و صحبت بکنید می‌بینید حرفی برای گفتن ندارن. تنها راه برکناری مطلق جمهوری اسلامی هست و من به این عقیده هستم که مردم بیچاره، مرد داخل کشور به خاطر این همه گرانی و بدبختی و فحشا و بیکاری و سه تا شغل و این حرفا و زور و ستم و باطوم و شکنج و اعدام، نمیتونن به تنهایی برن و این کار رو انجام بدن. احتیاج هست به کمک ما که در خارج هستیم، احتیاج هست به پشتیبانی روانی، پشتیبانی این فرکانس‌های رادیو و تلویزیونی، احتیاج هست به اینترنت‌های چمدونی، احتیاج هست که ما هر جوری که میتونیم کمک بکنیم، احتیاج هست به صندوق‌های مالی برای اعتصابات، برای خانواده اعتصاب کنندگان، برای دفاع از کسانی که به زندان میافتن. تا وقتی که اون انجام نشه مردم داخل کشور آمادگی دارن، زیر تمام بدبختی‌ها هستن، ولی اونها هم انسانن، برن تک و تنها 4 تا رو به قول آقا یکی برن تو کوچه قل هو الله بخونن که چی بشه. در یک زمانی وقتی که موقعش بشه مردم میتونن از خودشون دفاع بکنن و حق خودشون رو بگیرن، بهشون حمله بشه حمله خواهند کرد، ولی در وهله اول باید صد کرد که 100% بدون خشونت باشه و این کار بدون خشونت با پشتیبانی جهانی لازم هست. و ما امیدواریم که هر چه زودتر بتوانیم ائتلاف‌های درست بکنیم از سازمان‌ها، گروه‌ها و منفردینی که در خارج از کشور هستند که یک صدا این ائتلاف درست بشه که و الان که جامعه جهانی آماده هست بدونه که با کی باید صحبت بکنه، با چه کسانی، گروهی که احترام بین‌المللی داشته باشن، گروهی که اعتماد مردم داخل و خارج از کشور داشته باشن و با اعمال و کردارشون و نامه‌نگاری‌هاشون و بیانیه‌ای که می‌فرستن بتونن ثابت بکنن و نشون بدن که مخالف 100% جمهوری اسلامی، ولی فقیه علی خامنه‌ای و تمام دزد و کلک و دوستا و فامیلاشون هستن. مطمئن باشید که ما پیروزیم، مطمئن باشید که اون پیروزی نزدیک است. چرا ما پیروزیم؟ برای اینکه حق با ماست و با هیچ کسی هم شوخی نداریم. علی خامنه‌ای آماده باش که خودت و دوستات و برادر و خواهر و فامیل و تمام اینها به زودی در دادگاه‌های مردمی ایران به دادگاه خواهید رفت و باید پاسخ به تمام این جنایات 34 ساله خودتون. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، پاینده ایران.
دستان شماست.